سیمرغ مرغی است افسانه‌ای که به جهت داشتن صفات اهورایی و سیمای اساطیریش در فرهنگ و ادب ایران زمین از دیرباز حضور داشته است. سابقه حضور سیمرغ در فرهنگ ایرانی به پیش از اسلام برمی‌گردد. از آنچه که از اوستا و آثار پهلوی در اختیار داریم میتوان دریافت که این مرغ مرغی است فراخبار و بر درخت درمان بخش که در بردارنده تخم همه گیاهان است آشیان دارد. سیمرغ مرغی است الهی و مقدس و آنچنان که در شاهنامه می‌بینیم این مرغ در سرنوشت قهرمانان و حوادث اساطیری نقش دارد. بر بلندای کوه البرز آشیان دارد، بر همه رازهای جهان داناست و بر هر مشکل چاره ای دارد. یکی کوه بود نامش البرز کوه، به خورشید نزدیک و دور از غروب. بر آن جای سیمرغ را لانه بود که آن خانه از خلق بیگانه بود. رد پای سیمرغ را در منطقه تیل عطار نیز میتوان یافت، آن زمان که همه پرندگان گرد هم آمدند تا از هدهد دانا رهنمود خواسته رهبری برای خود انتخاب کنند. مجمعی کردند مرغان جهان، هرچه بودند آشکارا و نهان. جمله گفتند این زمان در روزگار نیست خالی هیچ شهر از شهریار. از چه رو اقلیم ما را شاه نیست، بیش از این بیشاه بودن راه نیست. هدهد با بیان این موضوع که پاد شاه پرندگان مرغیست با نام سیمرغ، کوه قاف را مکانی جهت یافتن سیمرغ عنوان می کند و تذکر می دهد که برای دیدار با پادشاه پرندگان هفت وادی را می بایست سپری کرد. گفت ما را هفت وادی در ره است، چون گذشتی هفت وادی درگه است. نخستین وادی اشاره به جایگاه طلب است، وادی دوم عشق و استقامت، وادی سوم کسب فیض و دانش، وادی چهارم بی‌اعتنایی به وابستگی‌های دنیوی و مادی، وادی پنجم وحدت و یکپارچگی، وادی ششم وادی حیرت، بدان معنا که فردیت فراموش شده و هر کس خود را در قالب گروهی از مرغان می‌دید که هر لحظه به هدف خود نزدیک‌تر می‌شد. از این روی در وادی هفتم پس از گذر از مصائب و سختی‌های بسیار، تنها سیمرغ از خود فانی و با پیوستن به یکدیگر باقی و جاودان شدند. آنجا بود که این حقیقت آشکار شد که پادشاه پرندگان و یا همان سیمرغ موعود موجودی نبود جز سی پرنده که بال به راهی بس پر خطر فرسوده بودند و در آرزوی یکی شدن دره به دره زخم برداشته بودند. همز عکس روی سیمرغ جهان، چهره سیمرغ دیدند آن زمان. چون نگه کردند این سیمرغ زود، بیشک این سیمرغ آن سیمرغ. و
امروز دگربار سی مرغ اساطیری ایران زمین سر از خاکستر افسانه بر می دارد و بال بر جستجوی آزادی می گستراند. برنامه رستاخیز سی مرغ همچون هدهد خردمند جوانان آزادی خواه را که هر یک از شهر و دیاری گرد آمده تا در وادی وحدت و یک پارچگی ایرانی آزاد و سربلند را به نمایش بگذارند، به سوی یافتن سیمرغ سوق خواهد داد. جاوید شاه پاینده ایران رستاخیز سیمرغ. عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما همیهنان عزیزم در هر کجای دنیا که بیننده این برنامه هستید. در 23 شهریور ماه 2578 شاهنشاهی با یک برنامه دیگر از رستاخیز سیمرغ در خدمت شما هستیم. در ابتدای برنامه میریم سراغ دو عزیز دیگر، جناب سعید قاسمی و بانو میترا سالار. بانو میترا سالار درود بر شما، خیلی خوش اومدید، در خدمتیم. درود بر شما و درود بر همه بینندگان عزیز. جناب قاسمی درود بر شما، جناب کمالپور، بانو سالار عزیز و همه هموطنان، دوستان، بینندگان برنامه. امیدوارم که خوب و خوش باشید. دوستانی عزیزی که دسترسی به اینستاگرام دارن، این برنامه رو اینستاگرام رستاخیز هم داره پخش میشه. اگر مشکلی بود لطفا توی کامنت اینجا بنویسید، اگر نه عزیزان توی فیسبوک برنامه رو پخش کنید، با کامنت های انگلیسی برنامه رو حمایت کنید. سپاسگزارم، در خدمتتون هستم. قربان شما، خدمتتون عرض کنم. دوستان نخواستین که پوزش میکنیم، یک ساعت تاخیر داشتین به دلایلی که یه مقدار از برنامه‌ای که امروز قطعا سورپرایز براتون باید کامل میشد به دستمون نرسیده بود و الان آماده شد و در خدمتتون هستیم. از این بابت که تاخیر داشتیم پوزش میخوایم. اما سورپرایزی که اعلام کردیم و قرار بود که امشب در خدمتتون باشیم میسپاریم به میترا سالار بانویی که واقعا سالار بودنش به همه ما ثابت شده. قطعا ایران پرستانی که آشنا هستن با نامشون به این واقعیت حتما اذعان دارن. بانو سالار عزیز، این شما و اینم سورپرایز، بفرمایید، ما سراپا گوشیم. خب این جریان برمیگرده به زمانی که من داشتم در تدارک سفر قاهره بودم برای شرکت در مراسم سالگرد پادشاه در مصر. یه تعداد خیلی زیادی از مردم متاسفانه امکان ویزا گرفتن برای قاهره رو نداشتن و یه عده‌ای هم یه مقداری مشکلات مالی داشتن که امکان شرکت نداشتن و من فکر کردم که برای اینجور افراد ما میتونیم حداقل برای سال روز پادشاه یک مراسمی داشته باشیم. البته اطلاع دارم که در آلمان هم یک برنامه قرار هست انجام بشه که چقدرم خوب و چقدر خوب که اگه ما بتونیم در تمام شهرها این جشن ملی رو برگزار بکنیم. حالا به هر حال میدونیم که یه عده‌ای دارن تشریف میبرن قاهره، خوش به حالشون، یه دهی هم دارن آلمان تشریف میبرن و ما هم در صدد شدیم که در ژنو یه برنامه سال روز برای 100 سال شاهنشاه برگزار بکنیم. این برنامه خیلی مفصلی هست، در واقع حالت یه تور 3 روزه پیدا میکنه
روز 26 اکتبر جشن هستش که در یک هتل 5 ستاره ما هتل رو بوک کردیم با غذاهای فوق‌العاده متنوع همراه با یه کمی هم مشروب و 2 نوع موسیقی، یک نوع موسیقی پاپ و یک نوع موسیقی سنتی. با این سال خیلی زود رفتین، همه رو دارین توضیح میدین که همه رو تمامش کردین. خیلی راحت رفتن ازده بدین یواش یواش بریم جلو. دوستان، یکی از مهمترین مسائلی که در زمان مثلا مبارزه پیش میاد این هستش که ما بتونیم برگردیم به اصالت خودمون. جناب قاسمی، هر جایی که صحبت خواستید بکنید، تمایل داشتید بفرمایید که شما صحبت بکنید. و مهمترین اصل اینه که در زندگی تمام ماها، چه اونهایی که الان 80-90 سالشونه، چه کسانی که 20 سالشونه 30 سالشونه، این موقعیت یک بار پیش میاد که بتونه شرکت کنه در یک مراسم جشنی به عنوان 100th زادروز پادشاه کشورش. و پادشاه برای همه هست، برای همه مردم ایران پادشاه بودند و هر کسی در هر جایی هم بتونه این جشن رو برگزار بکنه بسیار بسیار عالیه، چون اولین تأثیرش تأثیر بسیار بسیار مثبت در اذهان عمومی در داخل کشوره. و دلایلی که حالا تصمیم گرفتیم در شهر ژنو بگیریم به جای خود باقی بماند، چون بخشای دیگه از سورپرایز های بزرگ ما در روز جشن رونمایی خواهد شد که این سورپرایز ها در طول این 40 سال هنوز اتفاق نیفتاده و مطمئن هستیم بعدش هم اتفاق نمیفته. و این سورپرایز ها به عنوان یک بخش کادو سامانه باورمندان به سامانه پادشاهی به تمام همیهنان عزیزمون هستش که در این جشن تولد 100th سال شاهنشاه آریامهر، جاویدنام، محمد رضا پهلوی شرکت خواهند کرد. یکی از مهمترین گزینه‌هایی که ما تصمیم گرفتیم این مراسم رو برگزار بکنیم، با چه شیوهی برگزار بکنیم، این بوده که فارغ از نگرش بانو میترا سالار، جناب قاسمی، من، سایر دوستان در سامانه پادشاهی و رستاخیز سیمرغ که همیشه به کیفیت کار توجه میکنیم تا اینکه به کمیت خواسته باشیم اهمیت بدیم، مراسمی که در خور حال نام شاهنشاه آریامهر باشه، در گرونترین کشور جهان سوئیس و در گرونترین شهر جهان ژنو برگزار کردیم، در یک هتل 5 ستاره نمونه‌ای که در جهان جزء 5 هتل برتر جهان هستش از نظر رنکینگ هتلی در جهان. و حالا اون اتفاقات، اون برنامه ریزی ها از آغاز جشن تا پایان جشن که بانو سالار چند ساعته؟ تقریبا نزدیک 7 ساعته. 7 ساعت. برنامه هایی که ترتیب داده شده از زمان ورود مهمان ها تا پایان به قدری زیباست، حتی نحوه پذیرایی، جدا از مهمان هایی که وجود دارن، جدا از سورپرایز هایی که وجود داره، شیوه پذیرایی از بعد به ورودش، ویلکام درینکش گرفته تا موقع خداحافظی، لحظه به لحظه مطمئنم یکی از زیباترین خاطرات زندگی هر کسی خواهد شد. جناب قاسمی شما بفرمید. خب بذارید من یه مقداری برم برگردم به گذشته، کارهایی که انجام شده و بعد برسیم به این داستان. اصلا به آقای قاسمی بد نمیاد ساکت باشی، اصلا نمیخوره بد. بگو ببین جناب کمالپور، شما داری حق من اینجا ضایع میکنی، داری تلافی در میاری. من میدونم این ویدیوهای سال گذشته داره شما میشینی نگاه میکنی، ببینیم اون زمانی که توی آکباری بودیم برای این تصویص ها ما میمونه در دیدارمون در ژنو. اما خارج از این، برای شوخی بود دوستان، جدی نگیرید کسایی که دنبال داستان میگردم. برگردیم یه مقدار توضیح بدیم مثلا سازمان باورمندان به سامانه پادشاهی چی کار کرد در این 1.5 سالی که تقریبا فکر میکنم 1.5 سال میشه دیگه از اعلام موجودیتش، کارهایی که انجام دادیم و
اون واکنشی که در جامعه در داخل ایران داشت. خب دوستان همینجور که در جریان هستید، اول من یه توضیح بدم. این ایمیلی که اون زیر برنامه میبینید ایمیلیه که شما میتونید ایمیل بزنید و اون تلفن‌های واتساپی که بعدا میتونید تماس بگیرید راجع به این سفر و این جشن و این مراسم هر اطلاعاتی خواستید به شما داده میشه. اون ایمیل رو یادداشت کنن دوستان از همین الان. اتفاقی که افتاد، ما یک سال و نیم پیش، یعنی تقریبا از چندین سال پیش، روی سه اصل طلایی برای نجات ایران برنامه سازی کردیم، برنامه ریزی کردیم، تبلیغات کردیم و تنها راه نجات ایران رو این سه اصل طلایی، سه اصل طلایی که پرچم شیر خورشید، قانون اساسی مشروطه، حالا با متمامات اسلامیش به کنار، و ولیعهد ایران، یعنی چیزی که در وصیت‌نامه شاهنشاه آریامه نزد ملت ایران به امانت گذاشته شد برای آزادی ایران. خب اولین بار بود که یک جریانی اومد و کلید اصلی این قفل نکبت و بدبختی رو پیدا کرد و به ملت معرفی کرد. روی همین سه اصل سازمانی به وجود اومد به اسم سازمان باورمندان به سامانه پادشاهی و در همایش‌های مختلفی که در این یک سال و نیم برگزار شد، تجمعاتی که انجام شد، خب دوستان عزیز در داخل ایران دیدن، یکی از مهمترین کارهای این جریان و این سامانه که همش هم مردمی خود دوستان هستن، انعکاس یا سراسری شدن شعار جاوید شاه در داخل ایران بود. قبلا شنیده میشد جاوید شاه، هو از جاد رضا شاه، ولی انعکاس اصلی رو یا عامل اصلی تقریبا میشه گفت در همایش‌هایی بود که دوستان در سامانه باورمندان پیاده کردن و مسائلی که مطرح شد. دومی کاری که انجام شد ایجاد و گسترش جنبشی و قیامی بود به اسم رستاخیز فیروزه‌ای که اون هم از سازمان باورمندان به سامانه پادشاهی شروع شد، از یک کامنتی در صفحه شاهزاده رضا پهلوی و به یک موج عظیم و سراسری، یعنی به اونجایی رسید که اصلا در سال گذشته دوستان کسایی که در خارج از کشور هستن میبینن رنگ سال شد، یه جورایی رنگ هنوز هم هست. و این به عنوان یک حرکت دیگه از سازمان باورمندان به سامانه پادشاهی شروع، حمایت و تا به امروز هم ادامه داشته. مطلبی که جناب کمالپور و بانو سالار در موردش صحبت کردن که الان بانو سالار ریز جریان هم میگه، ما هم تا اونجایی که بتونیم در موردش صحبت میکنیم. هدف از این کار یا هدف از این مراسم در حقیقت یکی از اصلی ترین اهدافش گرفتن جشن تولد 100 سالگرد سال روز شاهنشاه آریامه برای قدردانی، یکی از جنبه هاش برای قدردانی، اما چند جنبه دیگه هم داره، چند حرکت عظیم هم از این نقطه شروع خواهد شد که حالا امیدوارم دوستان در برنامه‌های بعدی و در تیزرهای تبلیغاتی بعدی بهش اشاره خواهد شد. چندین سورپرایز داره توی این برنامه و کارهایی که قراره از اون تاریخ به بعد در سامانه باورمندان انجام بشه. عزیزانی که میخوان تشریف بیارن، حالا آدرس رو چی دارم، ایمیل ها و این مسائل هم نوشته میشه، ولی خیلی دوست داریم که این مراسم یک مراسم باشکوه در خور شخصیت شاهنشاه آریامه. نمیتونیم در اون اندازه که تلاش ماها، توان ما ملت نیست، ولی تا اونجایی که بتونیم یه کاری رو انجام بدیم که حداقل کوچکترین کاری توی این مسیر انجام داده باشه. بفرمایید جناب کمالپور تا سری بعد. سپاس از شما جناب قاسمی عزیز. من توی این فاصله اینستاگرام رو یه چک میکنم برمیگردم. خواهش میکنم. خدمت عرض کنم. بله دوستان، ما تلاشمون رو کردیم با توجه به سالونی که در این هتل گرفته شده، یک سری پروسایی رو باز طی می‌کردیم، یه مقدار به تأخیر خورد، به خاطر همین بود باز زودتر کار اعلام این جشن رو شروع می‌کردیم. ولی خب برنامه ریزیش، هماهنگیش با خود هتل، به دلیل اینکه قسمت‌های مختلفی داره، این چیزی که جناب قاسمی اشاره کردن، دو شب و سه روز فقط یک جشن نیست دوستان، و حالا به قسمت‌های بعدیش هم خواهیم رسید. توضیحات بانو سالار رو در رابطه با روز جشن خیلی خلاصه بشنوید، بعد به بقیه مواردش هم خواهیم پرداخت.
بانو سالار بفرمایید، من پرسش میکنم، بفرمایید که بعد از ورود، بعد از ویلکام درینگ چه اتفاقی میافته؟ اینا رو بفرمایید، من در خدمتون هستم. حتماً چشم. اشاره که آقای قاسمی کردن در مورد چراهایی که ما خواستیم که این کار رو انجام بدیم، این پیام رو من به تمام کسانی که فکر میکنن کوچکترین بدهی به شخص شاهنشاه دارن و در طول مدت 40 سال گذشته احساس پشیمانی میکردن یا میکنن، توصیه میکنم که این یه فرصتی هست برای ادای احترام و درخواست بخشش. حالا برها شاهنشاه که 100% هیچ وقت هیچ کدوم از افراد ملتشون رو نه نفرین کردن نه توهین کردن نه سرد صحبت کردن به هیچ وجه، ولی من فکر میکنم که خود ما میدونیم که چقدر میتونستیم مؤثر باشیم و این از این تأثیرمون استفاده نکردیم. زمانی هست برای ادای احترام و تقریبا برای همه من میتونم این دعوتنامه رو اعلام بکنم چون شاهنشاه به همه متعلق بودن. در مورد ورود به مراسم جشن، مراسم اونقدر برنامه های متفاوت وجود داره که ما یه مقداری حتی مشکل خواهیم داشت برای جایگزین کردن با مسائل، به خاطر اینکه دو نوع از موسیقی رو ما اونجا خواهیم داشت، هم موسیقی پاپ هست هم موسیقی سنتی هست. این در مورد جو اونجا که به چه شکل خواهد بود، یعنی این دو سبک مختلف موسیقی با دو گروه مختلفه یا یک گروه ولی به دو سبک اجرا می‌کنه؟ دو گروه مختلفه که اینا به هر حال اون زمانی که اون یکی استراحت میکنه این یکی گروه میتونه مراسم رو ادامه بده. سعیمون واقعا این هستش که مراسمی در خور شاهنشاه انجام بدیم. بنابراین حتی من میتونم توصیه بکنم که لطفاً در مورد حاضر شدن در اون جشن بهترین این رو که دارید و بپوشید استفاده بکنید، تشریف بیارید. هتل 5 ستاره هست همطور که آقای قاسمی توضیح دادن و خود شما توضیح دادین، یکی از برترین هتل ها هستش و اونجا با شامپاین فکر میکنم که همه پذیرایی میشن برای ورود و برای چکین، چون اونجا ما تو هتل هم چکین خواهیم داشت. افرادی که ثبت نام کردن و رزرو کردن اونجا یه کارتای رو تحویل میگیرن که این کارت هم به عنوان یادگار براشون میمونه، هم برای روز بعدش که حالا توضیحش رو میدیم همونش هست، این رو حتما باید همراه خودشون داشته باشن. مراسم شامش بعد از مراسم معارفه برنامه شام هست حدود 1 ساعت 1 ساعت و نیم که شام خیلی تنوع هست. بانو سالار جناب قاسم موافقه در اینجوری که دارین توضیح میدین من این تیزرم بذارم پخش بشه و روی تیزر شما این توضیحات رو بفرمایید؟ جناب کمالپور شما اگه تیزر رو داری پخش بشه باید صداشو ببندید. صداشو میبندم. بله صداشو میبندم. اجازه فرمایید بانو سالار، اجازه بفرمایید من یه لحظه این تیزر رو بذارم. خب بفرمایید بانو سالار. بله کجا بودیم؟ موزیک بودیم. موزیک شام بودیم. روی شام بودیم. برای شام خیلی تنوع هست برای غذا، حتی کسانی که بخوان غذای ویجیتریان داشته باشن، گیاهخوار باشن، امکانش هست به شرطی که اعلام بکنن موقعی که دارن کار بوکینگشون رو انجام میدن. و بعد از اون ما به هر حال یه سورپرایزی داریم که تا آخرین روز به احتمال زیاد قادر نخواهیم بود که این سورپرایز رو اعلام بکنیم و یک مراسمی هست با یه مهمان عزیزی که تشریف میارن و بعد مراسم موزیک هستش و بعدش هم مراسم بریدن کیک هست که انجام میشه و بعد از اون مراسم اتاق عوض میشه با یه سالن دیگه ای میریم که تا ساعت 1:30 میتونن دوستان موسیقی هستش و رقص هستش و برخود یه جب دیگه هستش. این در مورد روز جشن هست. تا ساعت 1:30 دوستان میتونن تشریف داشته باشن و بعد از اون دیگه
برنامه روز بعدش شروع میشه که حالا هر وقت فرصتی دادید به من برای روز بعد من اونم توضیح میدم. خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم دوستان، در رابطه با روز جشن، یعنی در واقع جشن تولد شاهنشاه آریامهر، یکی از مهمترین مطالب این همینطوری که بانو سالار فرمودن، یک سری سورپرایزایی داریم که تا زمانی که وارد سالن نشید نمیتونیم اعلام بکنیم. یکی از دلایلش همون مسائل امنیتیه که خیلی مهمه و به ما هم تاکید زیاد شده و ما هم موظفیم که این مسائل رو رعایت بکنیم و حفظ کنیم. و مسئله‌ای که جناب قاسمی اشاره کردن در رابطه با ایمیل، ما در این برنامه یک سری توضیح بعد از اینکه اصلا این سه روز چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و شنیدید، روند کامل شروع ثبت نامتون تا پایان و یک بار از ابتدا تا انتها خدمت همه شما توضیح خواهیم داد. جناب قاسمی علی توضیح دارید، بفرمید. من توضیحی که باید بدم اینه که دوستان عزیز ابتدا بفرمید برنامه رو پخش کنید. بازم اینو میگم توی اینستاگرام اگه مشکلی هست عزیزانی که هر دو جا هستن لطفا بنویسید که بتونم من اینو مشکلشو برطرف کنم. اما یه مسئله که باید خیلی خیلی بهش توجه کنیم، جدا حالا من از اینجا شروع میکنم تا باز به این نوع مراسم ها برسیم، یه اتفاقی که 40 سال در کشور ما افتاده و باعث سردرگمی ملت ایران شده و نذاشتند مردم ایران به اون هدفی که دارن برسن، اینه که سعی کردن همیشه در طول این حداقل 37 سال گذشته ما رو از اصل هویت خودمون دور کنن. حالا این از دور کردن از اصل هویت اسمش هم گذاشتن دموکراسی و آزادی بیان، اونم از نوع خودشون. مثلا شما در چند سال، در 2-3 سال گذشته اگر صحبت از این میکردید که آقا اگر سال 57 تمام ایران ستیزان و روشنفکران خودفروش 57ی همه غلام حلقه به گوش شخصی شدن به اسم مولای خمینی و با یک شعار واحد تونستن ایران که 2500 سال قدمت شاهنشاهی داشت رو دو دستی تقویم اسلامی و آخوندها بکنن و اون شعار هم که میدونید مرگ بر فلان بود، ما باید پادزهر همین شعار رو یا پادزهر همین زهر رو بهش بزنیم تا بتونیم این زهر مهلک رو از بدن جامعه ایران بیرون بکشیم. در چندین سال گذشته شما نگاه کنید، سازمان ها، جریان ها، مراسم هایی که گذاشتن، هر کدوم اونها در مسیری بود که میخواست از هویت ایرانی حمایت کنه و تبلیغ کنه و دفاع کنه و در موردش گفتگو کنه، مورد بیمهری شدید بقیه اپوزیسیون نماها و مخصوصا تلویزیون ها و رسانه ها شد و یک القابی هم که خود جمهوری اسلامی از طرف مافیا بهش دیکته شد و این رو خود جمهوری اسلامی منتشر کرد و منعکس کرد که هر کسی صحبت است بزرگداش مثلا از شاهنشاه آریامهر یا بزرگداش از برای رضا شاه یا حتی کوروش کبیر، نادرشاه و شاهان ایرانی میخواست قدمی برداره، سریع یک برچسب شاه اللهی بهش میچسبوندم و بلا فاصله هم توی حاشیه میزدنش. اتفاقا میخوام به اینجا برسم، کاری که ما مجموعه مبارزان، مجموعه وطن پرستان در سامانه سازمان باورمندان به سامانه پادشاهی انجام دادیم این بود که این تلسم نکبت رو شکستیم. ادعا میکنیم ما این کارو کردیم، یعنی این مجموعه این کارو کرد، نه من سعید قاسمی، نه مهران کمالپور، این مجموعه ای که بر این سه اصل طلایی پایگذاری شد ادعا میکنیم که این کار رو انجام دادیم. واکنشش هم دیدید، عکس العملش هم دیدید و الان تقریبا دیگه به جایی رسیده که اگر کسی واژه شاه اللهی رو به کسی دیگه نسبت بده، بلافاصله مردم متوجه میشن این شخصی که داره این واژه رو به یک جریانی یا به یک شخصی یا به گروهی نسبت میده، متوجه میشن که توی یک کفشش نه تنها ریگ بلکه پالونش هم کجه. یعنی این کاری که جمهوری اسلامی انجام داد رو ما در این جریانات شکستیم. حالا اینی هم که ما موفق شدیم تا امروز این کار رو انجام بدیم، نه توانایی من سعید قاسمی، نه مهران کمالپور، نه جناب مهربانی، نه بانو سالار، نه دیگران، بلکه حمایت شما مردم و
کدوم مردم؟ مردمی که دیگه خسته شدید از روزخونهای 57 که از بلنگوهایی مثل رادیو فردا، صدای آمریکا، بی بی سی تا بیا بریم تلویزیون‌های پاکستانی و این سایت‌های اینترنتی بودن، صحبت‌های تکراری، حرف‌های نشدنی، رویاهای دست نیافتنی و یه سریاشون هم که دنبال اصلاح طلبی و یه سری مسائل دیگه بودن. بنابراین این نوع حمایت‌ها از این نوع جریاناتی که برمیگرده به ریشه ایرانی و به هویت ایرانی و به زنده شدن اون خاطرات گذشته قبل از سال 57 که در خروجی اون و در نتیجهش میشه ایجاد یک شور، یک هیجان، یک همبستگی در داخل ایران برای اینکه بتونیم این رژیم ضحاک رو سرنگونش کنیم، این حمایت‌های شماست و این حضور شماست و امثال شماست که میتونه اون پیامو به داخل ایران بده که هموطنان اون در سیستان و بلوچستان، در کردستان، در آذربایجان‌ها و در جاهای مختلف ایران با زغال برن روی دیوار بنویسن جاوید شاه. این عکس، اون زغالی که نوشته میشه در گوشه های ایران جاوید شاه، اون عکس العمل کاریه که ماها در این یک سال و نیم حداقل در این سازمان انجام دادیم. خیلی تلاش شد بعد از این اتفاق، خیلی تلاش کردن از رسانه ها بگیرید، مثلا تلویزیونی که میاد ادعا میکنه میگه من گوش به فرمان حرف شاهزاده رضا پهلوی هم، از اسم خاندان پهلوی میاد پول در میاره، سکه حرمی به ملت بفروشه، میاد و میگه هر کسی گفت جاوید شاه مزدور جمهوری اسلامیه. چرا این حرفو میزنه؟ چون اون میدونه اون کسی که در ایران یا در خارج از کشور میگه جاوید شاه کلید رو پیدا کرده و این کلید رو باید دست به دست بدن تا قفل نکبت باز بشه. بنابراین کاری که ما باید انجام بدیم در خارج از ایران اینه که این نوع مراسم، مخصوصا این مراسمی که 100 سال روز شاهنشاه آریام رس رو، انقدر با شکوه برگزار کنیم، انقدر با شکوه برگزار کنیم که اون جوان داخل ایران که دیگه خسته شده از 14 مصدوم، خسته شده از فدرالیست، خسته شده از آخوند، خسته شده از اصلاح طلب، خسته شده از همه این سناریوهای 40 سال گذشته، خسته شده بدونه که نور امیدی هست که اگر اومد توی خیابون و فریاد جاوید شاه رو مثل دیماه 96 به این ور داد، حداقل آدم‌های دلسوزی هم هستن در خارج از کشور که به اون جاوید شاهی که اون داره میگه اعتقاد دارن و توی مسیرش هم دارن حرکت می‌کنن. بفهم جاوید. سپاس از شما جناب قاسمی. خدمتتون عرض کنم دوستان، تصاویری که دیدید خب اولش مشخصه در رابطه با شاهنشاه آریامهر هست و زادروز شاهنشاه آریامهر. تصاویری که از هتل دیدید یک تصویر نمایی هتل بود، حالا باز توضیح خواهیم داد روی همین تیزر. اون هتلی هستش که در نظر گرفته شده برای عزیزانی که حالا در توضیحات میگیم تا یه تایم مشخصی بتونن اگر تماس بگیرن با هتل بتونن از اون تخفیفی که ما برای هتل گرفتیم استفاده کنن و سریعتر ثبت نام کنن. تصاویر سالن هایی که دیدید مربوط به سالن جشن، سالن ورودی، سالن غذاخوری، سالن رقص، سالن تجمعات و سالن همایشی که در ادامه توضیح خواهیم داد. در مجموع فکر میکنم از تصاویری که در خصوص داخل سالن های هتل دیدید پی برده باشید که چه سالن مجلل و زیبا و درخور حالی هست. بانو سالار بفرمایید در رابطه با اینکه در این مدت دو شب و سه روز برنامه روز دوم چیه؟ بفرمایید. برای روز دوم البته امیدوارم که دوستانی که تا ساعت 1:30 شب مشغول پایکوبی بودن اونقدر خسته نباشن و صبح بتونن بعد از خوردن صبحانه در هتل خودشون تشریف بیارن برای یک ویزیت شهر. داریم یه تور هست برای شهر که یک ساعت و نیم در روی دریاچه با کشتی خواهیم رفت و بعدش با اتوبوس هایی هستش که روشون باز هست و میتونم البته بستن باشه و تور گاید هم هست که تمام مناطق دیدنی ژنو رو به دوستان نشون میده و یک سفر گروهی هست که
من خودم فکر میکنم که این اکتیویتی، این فعالیت، این کاری که انجام میشه در ایجاد همدلی بین کسانی که تشریف آوردن به مهمانی خیلی کمک خواهد کرد و امیدوارم که این همدلی هم ادامه پیدا بکنه. خب من یه توضیح بدم در رابطه با این رسمه که شما فرمودید. دوستان دقت بفرمایید، روز دوم در واقع 27 اکتبر روز یک شنبه صبح بعد از صرف صبحانه مواردی در نظر گرفته شده که با اون بلیتی که در اختیارتون قرار داده خواهد شد، چون اینها رو ما از طرف خودمون کاراشو انجام دادیم و جزء سرویسی که ما داریم میدیم، یک تور یک ساعت و نیمه با کشتی کروز روی دریاچه ژنو هست که دور چند جزیره میچرخونن، حدودا یک ساعت و نیم. یک تور داخل شهری هستش که با اتوبوس میبرن میچرخونن. اما اون تیکتی که در اختیار شما قرار میگیره تا 24 ساعت ارزش داره و اون 24 ساعت شما میتونید رایگان از موزه های شهر ژنو بازدید کنید، از نقاط دیدنی شهر ژنو که بلیت میفروشن بدون پرداخت هزینه با همون تیکت برید و دیدن بکنید. تا 24 ساعت این برای شما اکتیو هست و میتونید ازش استفاده کنید. این در رابطه با تور ژنو گردی یا اون تور حالا کشتی کروز، تور داخل شهر، موزه، باغ وحش، هر جایی که در ژنو میخواید برید بگردید با همون تیکتی که ما صحبت کردیم و در یک پک اینا رو تهیه کردیم و در اختیارتون قرار میدیم و میتونید ازش استفاده کنید. مهمترین اصل اینه دوستان که در پایان میخواییم بهش اشاره بکنیم، قیمتی هستش که ما این داستان رو برای شما اعلام میکنیم که از زمانی که وارد جشن میشید و سرویس هایی که ما میدیم با یک قیمت استثنایی در گرونترین کشور جهان برای شما انجام میشه. بفرمید بانو سالار. بله، بعد از دیدن ژنو که البته خب توضیحات هر ساختمان و اینهایی را از طریق تور گاید به ما داده میشه، یه یک ساعتی فرصت گذاشتیم برای اینی که دوستان اگر بخوان غذای بخورن و ساعت دو دوباره در همون هتل 5 ستاره‌ای که شب قبلش جشن برگزار شده ما همایش خواهیم داشت. از ساعت 2 تا ساعت 8 شب سالن در اختیار ما هست و تدارک دیدیم برای یک بریک خیلی زیبا در واقع که در حدود ساعت 3 تا 3:30 یا 4 مثل که برنامه بریک هستش که دوستان پذیرایی میشن. برای بعد از ساعت 8 تا آخر شب یعنی 12 تا 1 ما 2-3 تا برنامه تو ذهنمون هست ولی هنوز هیچ کدوم رو قطعی نکردیم. بستگی به تعداد داره، یعنی ما یه کمی که بریم جلوتر زمانی که تعداد مهمان ها مشخص بشن دستمون باز خواهد بود برای اینی که بتونیم برنامه شب دوم رو هم انجام بدیم. ولی اونچه که مسلمه اگر برنامه گذاشته بشه باز ما گروه موزیک با همون خواهند بود، یعنی در واقع شاید که 2 جشن بشه، یه دونه روز 26 یه دونه روز 27. در مورد 27 شبش من خیلی توضیح نمیدم به این دلیل که هنوز همه چی فاینال هست برای شب دوم نشده. در خیلی شد. خب سپاسگزارم از شما جناب قاسمی. این موضوع هست بفرمید. خب پس با این تفاصیل دوستان بانو سالار ببینید اگر این بطاری که من میگم هر کجاش کم و زیاد داره رو بفرمایید. پس با این تفاصیل در شهر ژنو سوئیس که یکی از زیباترین در عین حالی که گرونترین شهر هست یکی از زیباترین شهرها هم هست، حالا اون کسایی که هست رفتن دیدن میدونن، اون کسایی که نرفتن میتونن توی گوگل سرچ کنن و ببینن که چه جاهای دیدنی داره. اما کل این پکیج ما سالا پس به این صورت خواهد شد که یک جشن زادروز شاهنشاه آریا مهره که این جشن خودش چند بخش داره. یک خب نوشیدنی ها که هست، رقص و پایکوبی داره که احتمالا توسط یک تیمی اونم توضیح بدید اگر هست، اگر اوکی شده احتمالا توسط یک تیم رقصهای محلی، رقصهای سنتی ایرانی و کلاسیک هست. موزیک زنده است
شام و صرف کیک و نوشیدنی. این مربوط به جشن میشه، درسته؟ بله درست. خب بعد تور کروز روی دریاچه سوئیس. ببینید من یه توضیح بدم برای دوستانی که حالا شاید اطلاعات کمی داشته باشن در مورد ژنو یا این تور کروز. خب من با صدای شما کنم، هر موقع مشکلی بود بگو که من صداتون رو میشنوم. در مورد این تور کروز دریای ژنو، جزیره های مختلف و بی نهایت شیکی و زیبایی در ژنو سوئیس هست، در شهرهای اطراف، که این تور یا این کروز تمام این جزیره ها رو میرن دور میزنن. تلکابین هایی که دارن، حالا اگر کسی دوست داشته باشه میتونه راحت پیاده بشه و توی اون جزیره ها پیاده بشه، اون مسائل رو ببینه، موارد رو ببینه، تلکابین ها و مسائل مختلف، موارد مختلف، جاهای مختلفی که در این قسمت هست. پس این تور دریاییش میشه یا دریاچش میشه. یه تور اتوبوس داریم در اون شهری، موزه ها، جاهای آثار باستانی، آثار تاریخی، هر چیزی که توی ژنو هست، ساختمان ها، ارگان های دولتی و یه سری مسائل دیگه که جاذبه های خود شهر ژنو هست. اینم یه داستانشه. و روز بعدش یا قسمت بعد از این پکیج، همایش سازمان باورمندان به سامانه پادشاهی برگزار میشه که در اونم در یک سالن دیگه است با یک مراسم دیگه و تشریفات خودشو داره. این تا اینجا فکر میکنم. یه مطلب دیگه یه بود که چی بود، من از ذهنم پرید. حالا هر کجا تا اینجا رو بانو سالار اگر درسته بفرمایید، اگر کمی زیادی هم هست بهش اضافه کنیم که دوستان بدونم در مورد چه پکیج 3 روز و 2 شب در حقیقت داریم صحبت میکنیم. اینم بگم که روز آخر، یعنی روز 26 که جشنه، 27 که تور سیاحتیه، بعد همایشه، 28 هم در مقابل سازمان ملل در شهر ژنو یک تجمع اعتراضی، اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران و همه این مسائلی که دارید میبینید تدارک دیده شده توسط سازمان باورمندان به سامانه پادشاهی، که در این جلوی مقابل ساختمان سازمان ملل در شهر ژنو هم تجمع اعتراضی بزرگی خواهیم داشت. که حالا عزیزانی که وارد این پکیج میشن که این پکیج رو بخرن یا شرکت کنن، یا حتی نمیشن بعدن در شهر ژنو هستن و میخوان تو تجمع شرکت کنن، در اون تجمع ورود برای عموم بازه و حتما بیاید و دوستانتون هم با خودتون بیارید، چون جای حساسیه و خیلی بهتر میتونیم صدامون رو اونجوری که باید به گوش مقامات و مسئولین کشورهای مختلف در شهر ژنو برسونیم، چون پایتخت سیاسی و تجاری تقریبا دنیا میشه گفت یکی از پایتختاش همین شهر ژنو سوئیس. خب سپاسگزار جناب قاسمی. خدمت رو عرض کنم که دوستان یه مطلبی هست در رابطه با روز 28 با یک گروه دیگه داریم صحبت میکنیم. خودشون به صورت خودجوش میخواستن این کار بکنن، امکان داره در 28 ماه اکتبر همزمان با یک تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان سازمان ملل در شهر ژنو، یک تجمع اعتراضی هم در شهر زوریخ برگزار بشه به صورت کاملا هماهنگ در مقابل ساختمان فدراسیون فوتبال جهانی. اینم خواستم در کنار این بگم که این اتفاق دوم برای روز 28 داره هماهنگ میکنیم با این دوستان و منتظر خبر باشید. اما یکی از مهمترین مطالب این داستان این هستش که ما خب زمانی که استارت زدیم این کار را انجام بدیم، شروع کردیم به رایزنی با هتل ها و اینا، با یک سری از دوستان تماس گرفتیم، ارتباط برقرار کردیم، صحبت کردیم که آیا میان نمیان، تنها میان، با دوستانشون میان، تیمی میان. و خوشبختانه باید بگم تا امروز که ما اولین روز تبلیغ علنی ما هست و داریم پابلیکش میکنیم، اگر اشتباه نکنم بانو سالار بفهمند اصلاح کنن اگر اشتباه بود، حدوداً 70 اینطورا نفر ثبت نام کردن و بلیط هاشون هم گرفتن. درست از من 70 نفر بود بانو سالار؟ دیروز بود، امروز 81 نفره. 81 نفر امروز رسیده به 81 نفر قبل از پابلیک شدن. اینو برای چی میگم؟ به خاطر اینکه ما میدونیم، خب دوستان همه اکثرا میدونن
بانو سالار سیستم کاریش بر اساس بالاترین سطح کیفیت کاره، یعنی پوست نفر میکنه خواستش کیفیت بزنه. این از این آقا خواسته میگم که خب معلومه داستانش، اصلا شوخی وردار نیست، نمیشه با شوخی کرد. منم که هیچی، اصلا کلا اسم منم که بعد در رفته، اما یه قسمتش اینه که تمام افرادی که توی این مجموعه هستن خودشون به یک نحوی با یک شرایطی یک دستی بر کارهای هنری داشتن و دارن. به همین دلیل ببینید این جشن به قدری زیبا برگزار خواهد شد، چه از نظر اجرای موسیقی با دو سبکی که وجود خواهد داشت، هم سنتی هم پاپ، و حتی خوانندگانی هستن که اونجا دارن برنامه اجرا میکنن. مهمانهایی که تا به امروز در طول این 40 روز در هیچ مراسمی دیده نشدند و ما باز عرض میکنم به دلایل مسائل امنیتی نامی از اونها نمیتونیم بیاریم، و نوع برنامه‌هایی که اجرا میشه حتی در رابطه با صرف شام، با توجه به اینکه یکی از گرانترین کشورهای جهان ما انتخاب کردیم، شام با 5-6 نوع غذاهای مختلف روز اروپایی داره سرو میشه و این یکی از گرانترین بخش‌های اجرای این برنامه است که حالا وقتی من فیلم و تیزر رو دوباره بذارم ببینید، چه از نظر پیشغذا، چه از نظر دسر، چه از هر نظری، از نظر نوشیدنی های الکلی، از نظر همه چیز، شما خواهید دید که چه مراسمی رو در نظر گرفتیم که در خور حال نخست شاهنشاه آریامهر باشه، دوم در خور شخصیت عزیزان میهن پرستی باشه که به خاطر کشورشون و به خاطر نام شاهنشاه در 100مین زادروز پادشاه ایران ساز کشور ما میخوان تشریف بیارن. بانو سالار بفرمید. بله، ما روز میخوام یه کوچولو اینجا اضافه بکنم، روز سوم قبل از تجمع، چون آقای قاسمی بهش اشاره کردن، قبل از تجمع ما میخوایم که 3 تا از موزه ها رو که نزدیک همون ساختمان حقوق بشر هستن رو ببینیم، که البته با همون سرویس دریاچه و اتوبوس روباز هستش. یک مسئله که اینجا هست اینه که البته با توضیحات که دوستان دارم میدن 100% که به اونجا خواهیم رسید، ولی برای فروش این سرویس در واقع به دوستان، ما از نظر زمان، اون هم به دلیل محدودیت هایی که خود هتل بر ما به وجود آورده و حق هم دارن، چون تعداد مشخص نیست، حتی منیو غذا مشخص نیست، ما میبایستی که یه چیزی به قول معروف آتاف بلو انتخاب میکردیم که کردیم و خوشبختانه انتخاب خوبی هم در اومده. اینه که دوستان فقط زمانی که تصمیم میگیرن برای اینی که این مراسم رو شرکت بکنن، یه مقدار یه نظر زمان باید فرجه بدن به خودشون و بتونن از قیمت پایین تر استفاده بکنن، چون تا 25 سپتامبر قیمت و تا 15 اکتبر قیمت بالاتر میره. من اجازه میدم که جناب کمالپور در مورد قیمت رو صحبت بکنن، ولی بدونید که اونطور نیستش که بخواییم بذارین در آخری لحظه، یعنی اصلا این مراسم سطحش و ارگانایز کردنش و با هتلی که ما داریم صحبت میکنیم، جایی نیستش که شما همینطوری بتونین دم در تشریف بیارید و بگید که من این پولو میخوام الان بدم و وارد بشم. با مراسم اعیاد یا یلدا یا چیزایی که در کشورهای مختلف تا حالا برگزار شده این متفاوته، یعنی ما دقیقا لیست تمام مهمان ها رو باید داشته باشیم، حتی بدونیم از کدوم کشور تشریف میارن، حتی یک مقدار کمی هم ازشون اطلاع داشته باشیم، و همه مسائل رو هم باید قبل از اینی که اصلا یک هفته قبل از اینی که مراسم شروع بشه کلن باید کلن پرداخت شده باشه، چه برای برنامه زمانبندی سفرشون رو اگر میخوان تنظیم بکنن، برنامه زمانبندی. سپاسگزارم.
سپاسگزارم از شما بانو سالار عزیز. خدمتتون عرض کنم دوستان، این مطلبی که بانو سالار اشاره کردن در رابطه با قیمت، یه مسئله هستش که هتل به دلیل اینکه هتل 5 ستاره هست قطعا باید زمان داشته باشه، به دلیل اینکه ما سقف تعداد مهمان ها رو نبستیم تا، ولی اونها از نظر زمانی دست ما رو بستن. یعنی چی؟ یعنی گفتن تا 25 سپتامبر اگر به ما لیستی که اعلام میکنیم یه قیمتی داره، از 25 هم به بعد یه قیمتی داره و حد اکثر تا 15 اکتبر به بعد دیگه نمیتونیم اصلا اضافه کنیم. کسانی که میخوان ثبت نام بکنن، قیمتی که ما اعلام میکنیم در رابطه با چه مواردیه؟ قیمتی که اعلام میشه در رابطه با شب جشنه، یعنی وقتی وارد جشن شدینه، هزینه بلیت رفت و برگشت و اقامتتون با خودتونه، یعنی هتلتون خودتون باید بگیرید، بلیت رفت و برگشت خودتون باید بگیرید، غذایی که بعد از جشن و فردا بعد از جشن تموم میشه با خودتونه. ما چیزی که اعلام میکنیم جشن تولد، تور داخل ژنو، کشتی کروز، همایش و تجمع هستش. بعد موزه، بله اون اصلا عرض کردم در یه پک هر کی هر جای دلش بخواد میتونه بره. بقیه موارد بلیت رفت و برگشت، با چی میخواید بیایید، با چی میخواید برگردید، کجا میخواید اقامت داشته باشید، بدانید که ژنو میدونید همونطور که عرض کردم کشور گرونیه، بعضی شاید دوست داشته باشن هتل 3 ستاره برن، شاید بعضی دوست داشته باشن برن هتل 5 ستاره، همه نوع قیمتی براتون موجوده. ما یک هتل رو در نظر گرفتیم، باش صحبت کردیم، یک گروپی رو برای ما تشکیل دادن که خیلی محدوده، که این بستگی داره به اولویت افرادی که ثبت نام بکنن و بخوان در این مجموعه در اون گروه هتلی که ما صحبت کردیم اقامت داشته باشن، که اونم با ایمیل مشخصات و اطلاعات براشون ارسال میشه کسانی که ثبت نام بکنن. اما قیمتی که هستش از امروز، از الان تا 25 سپتامبر 250 یوروه. از الان تا 25 سپتامبر 250 یورو به ازای هر نفر بابت پکی که اعلام کردیم در این دو شب و سه روزی که اتفاق میفته. از 25 سپتامبر بگذره تا 15 اکتبر که آخرین زمان ثبت نام هست که ما باید به هتل اعلام بکنیم، متاسفانه میشه نفری 370 یورو. اینم قیمتیه که همونطوری که بانو سالار توضیح دادن، چیزیه که هتل در نظر میگیره. هیچ چیزی رو ما نمیتونیم خارج از قوانین هتل اعلام بکنیم. از 15 اکتبر بگذره، اگر به ازای هر نفر شما ایمیل بزنید، زنگ بزنید، بگید نفری 5000 یورو میدید، 10000 یورو میدید، غیر قابل انجامه، چون هتل پذیرا نخواهد بود. سیستم سکیوریتی مراسم در اختیار هتل قرار داده شده. جدا از هتل ما خودمون اونجا سکیوریتی داریم، اما اصل حفاظت و امنیت مراسم به عهده هتل و سیستم امنیتی خود شهر ژنو که هتل تصمیم میگیره گذاشته شده، که کسانی که در سوئیس زندگی میکنن و یا اینجور مراسم ها رو گرفتن میدونن چه هزینه گزافی باید پرداخت کرد برای یک همچین مسئله امنیتی که فقط خودشون نیرو بذارن. با توجه به اینکه مهمان هایی که دارن میان، حتی خیلی از افرادی که شاید بشناسید باید مسئله امنیتیشون رعایت بشه، به این صورته. ما خواهشی که داریم از الان تا 25 سپتامبر چه یک نفر چه 500 نفر ثبت نام کنن فرقی نداره، 250 یورو. در این 250 یورو شب تولد، جشن تولد و فردا اون پک تفریحی که در نظر گرفته شده، چه تور موزه باشه، چه داخل شهر باشه، چه کشتی کروز باشه، تمام اینها 250 یورو. بعدش هم که میشه 370 یورو دیگه با عرض پوزش دست ماها نیستش. اینو فقط در نظر بگیرید. امیدوار هستیم آدرس ایمیلی که شما زیر تصویر میبینید یادداشت کنید. دو شماره واتساپ قرار داده شده که یادداشت کنید، شماره واتساپ جناب قاسمی و من هست. میتونید از این سه طریق با ما تماس بگیرید، ارتباط برقرار کنید.
همونطوری که بانو سالا فرمودن تا الان 80 نفر 81 نفر ثبت نام کردن. دوستانی که تمایل دارن در این تولد باشن، خوشبختانه از استرالیا داریم، از آمریکا داریم، از کانادا داریم تا دیشب که من خبر دارم، و خیلی از عزیزانی که علاقمند هستن توی یک همچین مراسمی باشن. با توجه به مراسم هامبورگ که نفری 1500 دلار قیمت داده شده، خب و شناختم دارن دوستان نسبت به ما که چه مراسمی و با چه کیفیتی گرفته خواهد شد، خیلی اشتیاق دارن که در این مراسم حضور داشته باشن. نکته بسیار مهم اینه که کسی بدون ثبت نام نیاد جلوی در سالن، به دلیل اینکه ما نه تنها ما بلکه سیستم سکیوریتی که ما باشون قرارداد بستیم ممانعت میکنن، جلوگیری میکنن از ورود افرادی که اسمشون در لیست نباشه و کارت ورود نداشته باشن. ما هم دقیقا کارت ورود و موظفیم بعد از تاریخ 15 هم که لیست مهمونامون فیکس میشه و سیف میشه به هتل تحویل میدیم، این همونا رو کارتای ورودی رو طراحی کردیم که به یادگار میتونه نزد خودتون بمونه، چه در رابطه با جشن، چه در رابطه با همایش فرداش که باید همراهتون باشه، و بعدش هم به عنوان یادگار جهت حضور در 100 میلاد تولد شاهنشاه آریامهر شما حضور داشتید و یک کارت بسیار زیبا و شکیل در اختیار خودتونم در کنار تمام خاطرات به یاد ماندنی اونم داشته باشید. جناب قاسمی، بانو سالار، اگر در این رابطه توضیح دارید بفرمید. من یکم توضیح میخوام بدم. شما اشاره کردین به شماره های واتساپ. شماره های واتساپ برای گرفتن جواب در مورد سوالاتون هستش، ولی برای شرکت در این مراسم شما حتما باید با اون ایمیل تماس بگیرید. پکی هستش که با اون ایمیل به شما ارسال میشه. هتلی که ما صحبت کردیم و قیمت‌ها رو در واقع برای ما فریز کردن، یعنی خودتون میدونید وقتی که نزدیک میشه به تاریخ سفر، هم هواپیما گرونتر میشه، هم هتل‌ها نرخ‌هاشون رو میبرن بالا، و این دو شب هتلی که ما صحبت کردیم در واقع پرایم تایمه، شنبه و یک شنبه است که همه هتل‌ها معمولاً قیمت‌هاشون خیلی بالاتر از روزهای دیگه هفته است. بنابراین اینها اومدن قیمت‌های اتاق‌های اقامت رو برای ما فریز کردن، ولی تعدادش محدوده، تعدادش 40 تا اتاق بیشتر نیست. یعنی ما همین الان هم برای این 80 نفر در دچار مضیقه هستیم، ولی یه تعدادش باز هنوز مونده، چون هستن کسانی که دارن یه دونه اتاق رو با همدیگه اشتراکی میگیرن. این فرمی که ما برای شما میفرستیم، هر نفر باید یک دونه فرم پر بکنه و اینو بفرسته. باز اون هم برمیگرده به سیستم و سکیوریتی اون یکی هتل، هتل آیبیس هستش، و اگر که شما فکر میکنید که میتونید خودتون هتلتون رو از جای دیگه یا با هزینه دیگه یا ممکن اقوامی داشته باشید، دوستان داشته باشین، در جنب نیازی به هتل نداشته باشین، ولی هنوز باید با از طریق ایمیل با ما در ارتباط باشید، چون ما به هر حال چک کردن های خودمون رو هم داریم. توی اون پک به شما یه شماره حساب داده میشه که این مبلغ 250 یورو تا 25 سپتامبر، و اگر که برای بعد از اون باشه 370 یورو رو بایستی که با اون شماره حساب پرداخت بکنین، و تا اینها پرداخت نشن کارت برای شما صادر نمیشه و بدون کارت هم نمیتونید حضور داشته باشین توی جشن. بنابراین از شماره های واتساپ برای ارتباطاتتون استفاده بکنین، از اون ایمیل برای کارهای اداری، یعنی فرم ها و عکس ها و اون پکیج و اینا اجبارا از طریق این ایمیل آدرس به شما رد و بدل خواهد شد. دوستان موافقه یه بار تیزر رو کامل پخش کنیم دوستان ببینن؟ بله بفرمایید. لطفاً پس میکروفوناتونو ببندین در اسکایپ که من این تیزر رو پخشش کنم. سپاسگزارم.
شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه هخامنشی، شاه ایران زمین، از جانب من شاهنشاه ایران و از جانب ملت من بر تو درود باد. در این لحظه پرشکوه تاریخ ایران، من و همه ایرانیان، همه فرزندان این شاهنشاهی کهن که 2500 سال پیش به دست تو بنیاد نهاده شد، در برابر آرامگاه تو سر ستایش فرود می آوریم و خاطره فراموش نشدنی تو را پاس می داریم.
بله دوستان عزیز، تیزر رو دیدید و حالا روی این تیزر یه مونولوگی هم خواهد اومد، یه نریشن گذاشته خواهد شد و تقدیم خواهیم کرد. همونطوری که عرض کردیم، این عکسایی که از هتل، سیستم سالن پذیرایی، سالن رقص و غذایی که دیدید، بخشی از سرویس هایی که در اون شب داده خواهد شد و در همین سالن و در همین هتل خواهد بود. اون تصویر هتلی که دیدید، تصویر هتلیه که برای گرفتن اتاق در نظر گرفته شده و کسانی که میخوان اتاق بگیرن و تماس بگیرن تا پر نشده، در اونجا با تخفیفی که برای گروه قرار دادن میتونن از این قیمت خوبم در شهر ژنو استفاده بکنن. دوباره این مطلب رو من تکرارش میکنم، تا 25 سپتامبر قیمت 250 یورو، از 25 سپتامبر تا 15 اکتبر قسمت 370 یورو و هیچ شخصی بدون کارت ورود نمیتونه داخل جشن بشه. و این کنسپت نیستش که کسی بگه خب میرم دم در سالن اجرا مثلا بلیت 370 یورویی رو 500 یورو حساب میکنم میرم تو. از 15 اکتبر بگذره، با هیچ رقمی ما قادر نخواهیم بود حتی یک نامو اضافه بکنیم، چون لیست هتل بسته میشه و هتل بر اساس اون لیستی که ارائه میشه بهش اون سفر رو میبنده و برای پذیرایی، برای کاری که باید انجام بده اقدام میکنه تا 26. بانو سالار، جناب قاسمی، اگر موردی هستش که میخواهید بفرمایید، میکروفون در اختیار شما. من یه توضیح بذارید بدم که این برای دوستان یه موقع سوء تفاهم جایی پیش نیاد و بانو سالار و جناب کمانپور هر کجاش کم و زیاد بود، لطفا اینو درست کنید. پس الان با این تفاصیل دوستان، 250 یورویی که برای ثبت نام و برای به قول معروف پولی باید پرداخت بشه توسط دوستان به سامانه برای این کار، این 250 یورو شامل شام و جشنی خواهد بود که در روز جشن، یعنی شنبه فکر می‌کنم 26 این مراسم انجام میشه. یعنی تمام هزینه جشن، شامش باشه، کیکش باشه، نوشیدنیش باشه یا هر مسئله دیگه ای که هست، این توسط سامانه باورمندان سامانه پادشاهی بعد از اینکه شما مبلغ رو پرداخت کردید پرداخت میشه. یکی این مورده. تور سیاحتی که گذاشته شده، تور دریا، تور شهر، موزه ها و جاهای دیگه، این هم باز توسط سامانه انجام میشه و پول هتل خودتون، یعنی هزینه رفت و آمدتون از حالا هر کجایی که هستید با هتل اقامتتون که در این دو سه روز، اگر دوست داشتید دو سه روز با ما باشید، اگرم نه دوستانی که دوست داشتن فقط روز شنبه رو باشن، همه ی هزینه های رفت و آمدتون و هزینه هتلتون، هزینه خوراکتون در اون هتلی که اقامت دارید، اینا همه مربوط به خود دوستان میشه. فقط این 250 یورو شامل پکیج جشن کلن از سالن و همه این مسائلش و این تور سیاحتی در حقیقت میشه. درسته بانو سالا؟ بله درسته. دوستان باید لطف بکنن در مورد اینی که با چه وسیله‌ای میخوان خودشون رو به ژنو برسونن اول فکر کنن و هواپیماشون رو چک بکنن چند نظر چاند، چون که ساعت جشن 6:30 شروع میشه، یعنی اگر که شما بخوای ساعت 4 پرواز بکنی 100% که به جشن نخواهید رسید. اینها رو باید دوستان بیه تحقیقی بکنن در موردش. هزینه های هتلشون رو خودشون متقبل میشن. هتلی که ما قیمت گرفتیم با صبحانه هستش و برای هتل فقط اون پولی که به ما میدن در واقع برای مراسم هست، بایستی که اینو در نظر بگیرن. بانو سالار، یعنی حالا ما میایم یک آپشن به دوستان معرفی میکنیم، یک هتلی رو به دوستان معرفی میکنیم که شما و دوستان دیگه با این هتل کنتاکت گرفتید و یه سری قیمت ها رو چکوچونه، قول معروف خودمون، چکوچونه زدیم آوردیم پایین و این هتل رو ما میتونیم به دوستان پیشنهاد کنیم. یعنی در اون پکیجی که توسط ایمیل به شما میاد، ما اون هتل رو فقط به شما پیشنهاد میکنیم. میتونید خودتون با اون هتل لینک و همه مشخصاتشو میدید، میتونید خودتون تماس بگیرید با اون هتل. اینجا من پرانتز باز کنم،
این هتلی که الان ما به عنوان آپشن به دوستان معرفی میکنیم، سالن جشن در این هتل نیست، جشن در یک هتل دیگه است، هتل 5 ستاره دیگه است که ما آدرسش رو فعلا اعلام نخواهیم کرد. جشن در یک هتل دیگه است، اما محل اقامتی که نزدیکترین، شاید نزدیک باشه به اون سالن، این هتلیه که حداقل قیمتش هم قیمت مناسبیه، امکاناتش هم امکانات خوبیه. مثلا بانو سالار خیلی خیلی زحمت کشیدن تا اینو، یا دوستان دیگه پیوان عزیز و دوستان دیگه خیلی زحمت کشیدن اینو ما تونستیم پیدا کنیم و اینو به شما معرفی میکنیم. ضمن اینکه این هتل هم که به شما معرفی میکنیم، بانو سالار بفرمایید که این هتل چند تا اتاق داره و اتاقا شرایط این هتل چیه، اینم به دوستان بگید. اگر قیمتی هم از این هتل دارید اینم باز به دوستان اعلام کنید، اگر کسی خواست میتونه در این هتل اقامت بگیره. بله، من قیمت اتاق ها رو دارم. این هتل بزرگی هست، هتل قرمز آیبیس، معمولا بزرگترین هتلاشون در هر شهری که هستش هتلای آیبیس قرمزه، چون سه رنگ آیبیس هست، گری هستش، خاکستری هستش و سبز و قرمز. این هتلی که من باشون صحبت کردم به فاصله 5-6 دقیقه یه هتلی هستش که جشن توش برگزار میشه و چون ما اونجا وسیله نقلیه عمومی توی اون هتل 5 ستاره همایش داریم، بنابراین رفت آمدها رو هتل وای فای من پارکینگ به قدر کافی هست، احتیاجی به بوک کردن پارکینگ هم حتی نیست، هر کسی با ماشین میاد میتونه جا داشته باشه برای پارکینگ ماشینش. قیمت هایی که اعلام میکنم تمام با صبحانه هستش. تعداد هتل، تعداد اتاق هایی که برای ما الوکیت کردن 40 تاست، یعنی دوستان اگر که میخوان از این آپشن استفاده بکنن باید یه مقداری با سرعت کارشون رو انجام بدن، چون ما اونجا نیستیم، دستمونم باز نیست. و اگر سالا پوزش میخواد دوستان میریم نیستن، صدا نیست. میگن که صدا قطع و وصل میشه، حالا دلیلش رو من نمیدونم. البته هتل 4 ستاره است، هتل آیبیس. حالا من دارم چند تا از چیزایی رو که قبلا گفتم و تکرار میکنم برای دوستانی که درست نشنیدن. هتل آیبیس در هر شهر بله، به هر حال هتل نزدیکه، حالا به هر حال به محل جشن و محل همایش نزدیک هستش، میتونین خیلی به راحتی، احتیاج به تاکسی اتوبوس نداره. هتل با صبحونه صحبت شده، قیمتایی که هست 115 یورو برای یک نفر، اگر که یک نفر میخواد فقط یه دونه اتاق داشته باشه برای خودش 125 تا هستش اگر دو نفر بخوان با هم شیر کنن، وقتی که تقسیمش بکنیم میشه تقریبا نفری 60. و فکر نمی کنم هیچ هتل دیگه شما بتونید در ژنو بتونید پیدا بکنید با این قیمت. این تیکش رو دوباره بگید، خیلی سرعتی گفتید شاید مفهوم نباشه، یعنی برای هر نفر چند یورو در میاد؟ برای هر نفر اگر که یک دونه اتاق برای خودش یک نفر بگیره 115. ولی اتاق دو نفر است، دو تخت است. بله اتاق دو تخت است، ولی اونها اصلا تخت سینگل ندارن، یعنی بله. اتاق تخت سینگل نداره، تخت تکی نداره. بعد اگر کسانی باشن که بخوان دو نفر با هم دیگه شریک بشن 125 که اینا همش با صبحونه است. بعد اتاق سه تخته هم داره، یعنی اگر کسی هستش که خانواده خانوم و آقایی هستن که میخوان بچهشون هم همراهشون بیارن، اتاق سه تخته هم هست و اون 134 و بازم صبحونم شاملش میشه. بسیار عالی. عرض کردم چیزی که قبلا گفتم شاید دوستان نشنیدن، پارکینگ هست. اگر دوستان در خود ژنو زندگی میکنن و میخوان برای ماشین مثلا، یا در خود سوئیس زندگی میکنن
با ماشین دارن سفر میکنن جا برای پارکینگ هم هست. بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. دوستان من شکر میکنم کسانی که آمادگی دارن و قبلا هم اعلام کردن که در این جشن حضور پیدا خواهند کرد، به دلیل اینکه عمر خود من کفاش نمیده که خواسته باشم در 100مین سال یا 200مین سال روز شاهنشاه شرکت بکنم و جشن دیگه هم وجود نداره در این حد خواسته باشه با شکوه باشه برای ما که یک قرن رو داریم تکرار میکنیم، یک اتفاقی در طول یک قرن قرعه به ناممون افتاده که ما با یک جشن با شکوه بشینیم و پایکوبی کنیم. تو الان هیچ جشن وجود نداشته که بگید مثلا پارسال هم 100مین زادروز شاهنشاه بوده، امسال تمام، سال دیگه میشه 101مین زادروز. و شاید خیلی ها توانایی همطور که بانو سالار عزیز در ابتدای برنامه اشاره کردن، خیلی ها نتونن برن قاهره در مراسم قاهره حضور داشته باشن، شاید خیلی ها نتونن با 1500 دلار برن در هامبورگ مراسم شرکت بکنن یا تمایل نداشته باشن، دوست نداشته باشن برن هامبورگ اونجا تو اون مراسم شرکت کنن. این مراسم در یک کشور زیبا به اسم سوئیس، در شهر بسیار زیبا به اسم ژنو، در یک هتل 5 ستاره و با یک مراسم بسیار عالی که مطمئن هستم کسانی که در این جشن شرکت خواهند کرد بعدش تا سالها این خاطره در ذهنشون باقی خواهد موند که این شب چه شبی بوده براشون و هیچ زمانی براشون تکرار نخواهد شد. امیدوار هستم که عزیزانی که در توانشون هست شرکت بکنن و در خدمتشون باشیم. مراسم نه متعلق به منه، نه متعلق به بانو سالاره، نه متعلق به سعید قاسمیه، نه مربوط به سامانه باورمندان، به سامانه پادشاهی زادروز شاهنشاه یا مهره و مربوط به تمام ایرانیان هست. هر کسی که میخواد بیاد میتونه به راحتی بیاد، قدمش روی چشم در خدمتون هستیم. ما وظیفه‌مون برگزاری یک مراسم هست که این کارو داریم انجام میدیم. اگر توضیحات دیگه‌ای هست جناب قاسمی، بانو سالار عزیز بفرمایید، در غیر این صورت بریم بخش بعدی برنامه. من توضیح دیگه‌ای ندارم. پول جشن رو پرداخت کرده باشید ولی به هر دلیلی نتونید شرکت بکنید، هتل این پول رو به ما پس نمیده. بنابراین خوب فکر کنید، خوب تحقیق بکنید و بعد پول رو پرداخت بکنید و خیلی هم سریع، یعنی باید یه مقداری شاید این کارهای دیگرتون بذارید کنار، در مورد این مسئله تصمیم بگیرید، فکراتون رو بکنید، کارتون رو انجام بدید که بعد به ما مشکلات بعدی برخورد نکنه. دقیقا ما اینو فراموش کردیم بگیم. ببخشید دوست، آره من اشتباه رفتم، مایک خودم رو ببندم، مایک کلا سفر رو بستم، ولی توضیحات کامل شنیدید. بانو سالا سپاس از یادآوری، این مطلب بسیار مهمه به دلیل اینکه هر عزیزی وقتی ثبت نام میکنه از طریق ایمیل مدارک میاد، همزمان ما اونو ارسال میکنیم برای هتل و کارمون انجام میدیم و قادر نخواهیم بود مبالغ مسترد کنیم. اینو در نظر بگیرید که هتل طبق قانون در کل دنیا وقتی جشن میگیرید و هزینه رو بابت جشن پرداخت میکنید هیچ مبلغی رو بر نمیگردونه و امیدواریم دوستانی که میخوان بیان تمام مسیر سفرشون رو چک کنن و تا 25 ما امیدواریم تا 25 همتون ثبت نام بکنید که با رقم 250 یورو ثبت نام بکنید، چون واقعا 370 یورو وقتی آدم میتونه با 120 یورو کمتر بیاد تو همون جشن ولی همون امکانات هیچ فرقی هم نداره، چرا 370 یورو پرداخت بکنه. امیدواریم سریعتر اقدام بکنید تا در خدمتتون باشیم. هم یک دیداری خواهد بود، ایرانیان در این جشن همدیگر رو میبینن، هم مهمانان خاصی رو خواهید دید، هم سورپرایز های بسیار عالی خواهد بود که اون شب شاید بتونم بگم که شوکه خواهید شد. فقط همین. جناب قاسمی، بانو سالار، من یه مطلبی بگم به دوستان. عزیزانی که میخواین در این مراسم و شرکت داشته باشید و این پکیج رو خریداری کنید، با همراه هم باشین در این مراسم، میتونید به ایمیل IMS، زیر تصویر ایمیل نوشته شده IMS7union@gmail.com
ایمیل بزنید، یا ایمیل بزنید بگید میخواید این اطلاعات بیشتری اگر خواستید میتونید از طریق دو تا واتساپ اونجا اعلام شده که حالا جناب کمالپور چون من خیلی ریز میبینم توی موبایل شماره رو میگن دوباره. کسایی که میخواید اطلاعات جانبی داشته باشید، هر بحثی، صحبتی، نظری، ایدهی، خواسته ای چیزی دارید میتونید با واتساپ تماس بگیرید یا با شماره تلفن ها فرق نمی کنه و اطلاعاتتون رو بگیرید. یک شما من جواب میدم، یک شما جناب کمالپور. و اون دوستانی هم که تصمیم گرفتن که این پکیج رو بخرن تا قبل از تاریخی که جناب کمالپور و بانو سالار اعلام کردن 25 سپتامبر فکر میکنم قیمت 250 یورو رو، به اون ایمیل باید یک ایمیل بزنید بگید که میخواید شرکت کنید، برای شما یک پکیج میاد. توی این پکیج شماره حساب هست و کارهایی که قرار اونجا انجام بشه و شما باز رسید اون پولی که پرداخت میکنید رو به همون ایمیل باید دوباره ایمیل بزنید تا کارت ورود به همایش، جشن و تمام این مراسمی که برگزار میشه برای شما ارسال بشه. اون روزی هم که تشریف میارید برای جشن، کارت ورود اون چیزی که توی ایمیل ها هست پرینت شده است و جلوی در ورودی این کارت به شما داده خواهد شد. مشخصات شخصی کسی هم نمیخواید. اون چیزی که توی اون پکیج میاد اطلاعاتیه که برای ورودتون و برای اینکه ما بتونیم لیست بدیم به اون هتل لازمه که اینا رو باید داشته باشیم. کسایی که در خارج از کشورن من فکر میکنم یک بدهی بسیار بسیار بزرگ، مخصوصا کسایی که در 30 سال گذشته از ایران خارج شدن که اکثرا هم در شهر ژنو یا در سوئیس، کسایی هستن که صاحبان بیزینس ها یا اون مدارک علمی آنچنانی هستن که همش رو مدیون خدمات شاهنشاه آریا مهران. و اگر تا به امروز کاری نکردن این عزیزان یا دوست دارن کاری رو انجام بدن، من فکر میکنم در مراسم 100مین سال روز ایشون بهترین زمانشه که بتونن حداقل یک کوچولویی از اون خدمات و از اون دینی که شاهنشاه آریا مهر کردن ما ملت ایران مخصوصا نسل 57 داره ادا کنن و بتونن کار رو انجام بدن. پس یه بار دیگه اینو بگیم، بارون سالار 250 یورویی که دوستان پرداخت میکنید شامل هزینه های جشن، سالن جشن و مراسم و اتفاقایی که در جشن میفته که سامانه باورمندان پرداخت میکنه بعد از اینکه شما پرداخت کردید، و اون تور سیاحتی توسط کروز یا اتوبوس شهری یا دیدن موزه ها و جاهای دیدنی ژنو. پس این 250 یورو برای این قسمته. هزینه رفت و آمدتون از هر کشوری که هستید به سوئیس پای خودتونه، هزینه هتلتون پای خودتونه، خورد و خوراک در اون هتلتون هم پای خودتونه. و فقط ما تنها کاری که دوستان انجام میدن یک آپشن یک هتل رو شما معرفی میکنن که بانو سالار توضیحات دادن. خب من صحبتامو کردم، امیدوارم همه دوستانمون رو اونجا ببینیم و از نزدیک با هم دیگه بشینیم صحبت کنیم در کنار کارهایی که انجام خواهیم داد. بانو سالار شما توضیح دیگه دارید؟ نه من توضیح دیگه ندارم، فقط منتظرم که دوستان هر چطور تماس بگیرن که ما بتونیم این لیست ها رو آماده بکنیم و در خدمتون باشیم. سپاسگزارم از شما. اگه دوست دارین در قسمت دوم برنامه هم حضور داشته باشید که در خدمتیم، در غیر این صورت هم که همیشه ما 24 ساعته در خدمت شما ایم. اگه اجازه بدین دیگه با اجازتون مرخص بشید دنبال میکنم بعد از این. سپاس از شما، ممنون، پرتوان باشید و فعلا با شما خدافظی میکنیم. روز شبتون بخیر. همچنین بدرود. خب جناب قاسمی بریم بخش دوم. دوستان اول اون تیکه فیلم و تکرارشو بذاریم یا نه؟ بذار اول یه توضیح بدیم، یه چاخ سلامتی با دوستان بکنیم. یه مدت نبودیم جناب کمالپور، حتی من نبودم، شما بودید. چند تا خبر داریم که این خبرها رو هم به دوستان بدیم. یکیش این بود که تلویزیون پارس اسرائیل دوستان لطف کردن، مدیریت این تلویزیون لطف کرده و یک تایمی رو در هفته در اختیار رستاخیز سیمرغ گذاشته که ما برنامه‌مون رو اونجا هم بتونیم اجرا کنیم. بی‌نهایت ازشون سپاسگزاریم. کسایی که میتونید حمایت کنید این رسانه رو
حمایت کنید، بذارید پا بگیره این رسانه و بتونیم مقابل این رسانه های آنچنانی که در جریانش هستید بتونیم بیستیم. سپاسگزارم پیمان عزیز، ممنونم ازتون. این هم من توضیح بدم تو این فاصله، دوستانی که در مورد این پکیج یه بار دیگه میخواین شرکت کنید، میخواید خریداری کنید، راه تماس ارتباطش دو تا واتساپه که جناب کمالپور بعد از صحبت من اعلام میکنه و اون ایمیلی که این زیر زده شده. لطفا نه با فیسبوک رستاخیز تماس بگیرید، نه با فیسبوک سعید قاسمی، نه مهران کمالپور، نه دوستان دیگه، فقط از این طریق میتونید شما وارد بشید که کاراتون انجام بشه. خب مهران جان، یکیش این بود که من گفتم در مورد تلویزیون پارس اسرائیل، چه خبری داری برامون تو این هفته جام که آپو خبرایی هست یا نیست؟ اینم بگید تا بعد بریم سراغ اصل جریانه. خب بعد از کنم، اول من شماره واتساپ رو بزرگترش کردم که شما با موبایل یا همه عزیزان که از تلفن همراه استفاده میکنن، تلفن استفاده میکنن بتونن ببینن، ولی باز تاکیدن یه بار جفت شماره ها رو من میخونم. شماره آقای قاسمی 20417796-78-827 هست، تکرار میکنم 20417796-78-827 آقای سعید قاسمی. شماره من برای واتساپ شماره مستقیم نیست، تماسم بگیرید فایده نداره، فقط از طریق واتساپ در خدمتتونم 20459142-1771. میتونید با این دو شماره اگر اطلاعاتی خواستید تماس بگیرید، در خدمتتون خواهیم بود بعد تا بقیه مسائل طی بشه. اما خدمت عرض کنم جناب قاسمی عزیز، خبر خوب زیاده، خبرهایی که کم و بیش خودتم میدونم در جریانی، اما توی تلویزیون های فکستانی به دلیل منافعی که دارن کجماوش خبر میدن به مردم، قیچی میکنن. یکی از مهمترین خبرهای روز اینه که طرف رفته به خاطر چکاپ بیمارستان، بعد پلاستیک کفش رو برش کشیده سرش، گفته من حالا بعد خوابیدم رو تخت بیمارستان عکس گرفته گذاشته با توی بیمارستان ها. خب میدونین دوستان، افرادی که میرن برای همراه بهشون پلاستیک میدن، میگن تو رو کفشتون بکشین، این پلاستیک گرفته کشیده رو سرش، عکس هم گرفته که من حالا بعد رفته برای چکاپ، برای اینکه خواسته باشه اون حس دلسوزی رو تحریک بکنه که دوباره پول بگیره. جدیدن باز داره $1,200 دعوت میکنه برای همایش نفری. آقای قاسمی، آخرین خبر جزو گینس داره ثبت میشه، اینو خبرشو بهتون بدم که اولین بار در جهان برای حضور در یک همایش نفری $1,200 باید پرداخت کنی. میمونه خاص داره دیگه جناب کمالپور، میمونه خاص داره و باید بتیجه دیگه. ببخشید چی داره؟ میمون خاص داره؟ مهمون خاص، مهمون خاص، مهمون. من حسرونه دارم، صدا تو گوشم میپیچه. بعد مهران جان، اول بذار من یه چیزی بگم. این حسرونه که میکروفون به گوشت رو از گوشت در بیار، بذار پایین باشه، چون صدا خیلی به قول معروف زیاده. آره صدا یه مقداری خط میندازه روی، یه مقداری اینو بیارش پایین آویزونش کن. اشکال نداره، من ولومشو کم میکنم، کاری نداره که. الان خوب شد؟ بذار من چک کنم. آره الان خوب شد. خدمت رو عرض کنم، اما یه خبری بود سعید جان در رابطه با انعقاد قرارداد جمهوری اسلامی با چین، که خب من دیدم خیلی اصلا حالا دارن سیاه نمایی میکنن نسبت به اینکه تازه الان ما خبردار شدیم، بقیه خبر ندارن. خیلی جالبه، خودشون چون دیر خبردار میشن فکر میکنن، میگن مورچه رو داشت آب میبرد، گفت آی دنیا رو آب برد. چون خودشون خبر ندارن فکر کنم بقیه هم خبر ندارن. و اصل داستان این هستش در رابطه با چین، در دوره اول ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی یک اتفاقاتی افتاد بین جمهوری اسلامی و آلمان که تمام پروژه‌ای که آلمان داشت اجرا می‌کرد، چه در صنعت نفت و گاز، چه در رابطه با کارخانه‌های سیمان، چه در رابطه با قطارهای شهری، چه زیرزمینی چه روی زمین، یا در رابطه با کشتیرانی، همه اینها در دوره اول هاشمی رفسنجانی در اواخر دوره اولش استاب شد، اصلا سیستمشون ریخت. به همه خاطرتون باشه، سد سازی هایی که داشتن
آلمانی انجام میدادن، خصوصا رو سد بتونی و خاکی بتونی چرخه، همه این آلمانی ها رو خارج کردن. در عوض در دوره دوم هاشمی رفسنجانی اومدن قراردادهای فازبندی شده با چین بستن و آخرین دوره تمدید این قرارداد مربوط میشه به سال 2017 میلادی با 38 میلیارد دلار شروع شد و تا سال 2025 بالغ بر 385 میلیارد یا 395 میلیارد دلار باید برسه. و جالب اینجاست که این آقایون مخصوصا در شبکه شهرام همایون اومدن صحبت کردن، آقای دکتر هودشتیان اومد صحبت کرد، من در تعجبم که چرا کامل نمیدونست و چرا اصلا در جریان نبود تا الان و خیلی شوک شده بود که چرا الان این اتفاق افتاده و خبر رو داشتن واژگون انتقال میدادن. مهمترین بخش این قرارداد رو هیچ کدومشون اشاره نمی کنن، هیچ کس اشاره نمی کنه که تجهیز پایگاه های نظامی، تجهیز یادتون نره، تجهیز پایگاه نظامی رو هم توسط چین داره انجام میشه با توجه به اینکه میدونیم چین و روسیه کاملا در تعامل هستن و از نظر سبک حکومتداری چین کاملا تحت پوشش روسیه داره کار انجام میده. اینو در نظر داشته باشید، خیلی مهمه. اما ما در یک سالگردی هستیم جناب قاسمی، اگر صحبتی ندارید بذار من منان یه چیزی بگم در این راستا. خب دوستان، همینجوری که میدونید، اولا اگر برید در فضای مجازی سرچ کنید در برنامه های سال گذشته و حتی یک سال قبل از این، یک موجی شروع شد که اون حالا اسمش امروز گذاشته شد موج ضد روس، ولی در دو سه سال گذشته خیلی از هموطنان متوجه اصل ماجرا شدن که جمهوری اگر نشان آخوندی دو دستی ایران رو تقدیم یکی از بازوهای انگلستان در منطقه، یعنی روسیه، یعنی سیاست انگلستان یکی از بازوهاش روسیه است که ایران رو دو دستی در سبد روسیه قرار داده، از پایگاه هایی که روسیه گرفت، هواپیماهای روسی که در ایران هر جوری دلشون بخواد میرن میان، از شهرک هایی که در بنادر ایران روسیه درست کرد، مخصوصا در سمت بندر بوشهر و چابهار، امکاناتی که روسیه برای عوامل خودش، برای فرستادگان خودش در ایران بنا کرده بود و قراردادهای ننگینی که جمهوری انگرنشان آخوندی چشم بسته به پوتین واگذار کرد، هزینه هایی که جمهوری اسلامی در کشور سوریه و یمن و همسال اینها انجام داد برای منافع دو بازوی انگلستان، یعنی یکیش اسرائیل و یکیش روسیه. حالا درصد این منافع پایین بالاست، اصلا یه بحث دیگه است که بعدا در موردش صحبت خواهیم کرد. اما اخیرا با صحبتی که جناب روانشاد زنده یاد مانوک خدابخشیان انجام داد و این موج ضد روس یک جون تازه‌ای گرفت و یک شور تازه‌ای در بین جوانان و مخصوصا نیروهای داخل ایران ایجاد کرد، دست های امروز در کاره. فرق نمی کنه از آیت الله بی بی سیش بگیر تا رادیو فردا و این تلویزیون های پاکستانی لس آنجلس، دست های در کاره که این موج ضد روس رو بذارنش کنار، بکننش موج ضد چین. چین از سالهای گذشته در ایران چنگکشو انداخته، همچنین جناب کمالپور گفت ارباب چین روسیه است، ارباب روسیه هم انگلستانه. چین از سالهای گذشته چنگک انداخته در داخل ایران، منابع ایران رو داره میبره برای جاهای دیگه که باج بده به کشورهای دیگه یا کارهای دیگه انجام بده. مثلا در مورد جاده حراز، اتوبان حراز، من فکر میکنم الان نزدیک 23-24 ساله که چندین کمپانی چینی اومدن روی این اتوبان حراز کار کنن و هنوز که هنوز قدم از قدم بر نداشتن. اسمش قرارداد به اسم شرکت چینیه، اما منافع و منابعش جای دیگه هزینه میشه و این وسط منافع ملت ایرانه که داره هیپومیل میشه. اما صحبتی که میخواستم بکنم اینجاست، اتفاقا من صحبت آقای هودشتیان رو شنیدم و صحبت آقای هودشتیان که تازه از خواب بیدار شده بود و آقای شهرام همایون هم تازه میگه آقا که ایران فلان، آقای شهرام همایون
ما سال هاست که داریم اینو فریاد میزنیم، اتفاقا حرف ما همینه که آقا جمع کنید این بساط مسخره امروز، این گروه فردا اون گروه، پس فردا فدرالیست، پس فردا فلان، پس فردا نمیدونم، همه این شارلاتان بازیایی که دارید در میارید. ایران در حال نابودیه و اینا ایران رو رسما نابود کردند. اما شما آقای شهرام همایون ها شما برای منافعتون، برای منافع شخصیتون هر سازی که ارباباتون براتون بزنن میرخصید. اگر برید برنامه‌های گذشته ماها رو نگاه کنید، تمام حرفای ما همین بود که ایران رو بلعیدن. فرق هم دیگه نمی‌کنه چین بلعیده باشه، روسیه بلعیده باشه، انگلستان بلعیده باشه، هر کی بلعیده، ایران داره نابود میشه. و خیلی جالبه، خیلی دیدم دیروز آقای شهرام همایون انقدر پریروز بهش فشار اومد که رفت تخت بیمارستان، مثل مصدق الله مصدق اربابش دراز افتاد. ولی واقعیت کشور ما اینه. اما اینجایی که الان میخواید چین رو مقصر جلوه بدید و روسیه و انگلستان رو کنار بزنید از سیاست ایران، اینجا اون خدمتیه که شما چپی ها مخصوصا میخواید به اربابتون مسکو انجام بدید. در مورد دریای کاسپیان هم همین چپی هایی که تمامشون هم 57 هستن، چشماشون رو بستن به روی دریای کاسپیان و اصلا انگار نه انگار که آقا دریای کاسپیان 200 میلیارد متر مکعب گاز مایع و منابع زیردریایی دریای کاسپیان از دست ملت ایران رفت. و این چپی ها که امروز همشون هم توی تلویزیون شهرام شارلاتان محمدزاده اینا هستن، اصلا روی خودشون نیومدن. چرا آورد؟ گفت اشکالی نداره، حق بشه. آره آورد. حشمت رئیسی گفت اصلا مشکلی نداره. نه، حشمت رئیسی گفت چرا با اون صدای نکرش، چرا آمریکا زمانی که رفت آلاسکا رو خورد صدای کسی در نیومد؟ حالا چون آمریکا آلاسکا رو خورد که پولش هم داد، پس روسیه هم میتونه دریای کاسپیان رو بخوره. به همین سادگی هست. ویدیوش میتونید برید نگاه کنید. منظور من اینه، این موج ضد روس که درست خورده به اونجایی که باید بخوره و باید جلو بره رو دست‌هایی توسط عواملی دارن کاری میکنن که این موج ضد روس به حاشیه بره و چین رو بزنن وسط. آدرس غلط دارن میدن. این آدرس غلطه و دانسته هم داره این اتفاق میفته. جا کمانپور، خب بریم سراغ خدمت رو عرض کنم دوستان. حالا یه چیزی رو بگم جناب قاسمی، این که توی مسائل اطلاع رسانی اصولا من اعتقاد خودم بر اینه، این که یکی بیاد بگه آقا ما اول گفتیم، هیچکی نگفته، مثل اون چیز خسرو صمدی که آقا اینو من اول گفتم، نمیدونم، هیچ اسمنو نمیگه، وقتی تکرار میکنه فلان، اصلا اعتقادی به این اصل ندارم. اما وقتی میاد یکی مثل شهرام همایون یک سری اتفاقاتی رو سیاه نمایی میکنه و میخواد لاپوشونی کنه، بگه تازه خودش به این فکر رسیده یا خودش بیان کرده، همیشه تاریخ سخن میگوید. در این شرایط تاریخه که میاد حرف میزنه. یه مسئله ای هست در رابطه با اینکه مؤسسات مالی و برخی از بانک های تازه تأسیس یافته، بانکایی که قبلا دولتی بودن بعد اومدن در قالب پروژه خصوصی سازی اومدن واگذار شدن، مثلا به بخش خصوصی که در واقع لایه دوم خود رژیم جمهوری اسلامی یا سران سپاه یا سران خود حکومت اومدن اونها رو هاپولی کردن، کشیدن بالا، کاری ندارن. مؤسسات مالی، صندوق‌های تعاونی، شرکت‌های تعاونی با مشکل روبرو شده بودن به دلایل کاملا مشخص. آقای قاسمی، تاریخ موجوده که من به عنوان مسئول اقتصادی سازمانی که اونجا هم سخنگوش بودم، هم دبیرکل یک بخش دیگه از این سازمان بودم، بیانیه رسمی صادر کردیم با قید تاریخ، مبنی بر اینکه مردم پولاتون رو از حساباتون بکشید بیرون، مؤسسات مالی حد اکثر تا 5-6 ماه دیگه ورشکستگیشون رو اعلام میکنن و حتی اصل پولتون هم بهتون برنمیگردونن.
و اتفاقا دقیقا دو مؤسسه‌ای که من اعلام کردم دو مؤسسه اولیه‌ای بودن که این اتفاق براشون افتاد، که هیچ کدوم الان همین الان که من و شما داریم صحبت میکنیم اسم یکیشو هنوز نمیدونن، فقط اسم یکیشو میدونن. یعنی هیچ کس تا حالا شما نگاه کنید در هیچ جایی نیومده صحبت بکنه در رابطه با عدم بازپرداخت یا استعداد پولهای سپرده گذاری شده در مؤسسه مالی و اعتباری فردوسی. هیچ کس نیومده حرف بزنه چون اصلا خبر نداشتن، نمیدونستن اصلا چه اتفاقی داره میافته تو کشور. فقط اومدن کاسپیان رو دیدن، فرشتگان هم ندیدن، که فرشتگان عامل خیلی از بدبختی ها شد و کاسپیان در دام اون افتاد. بعد حالا ما سه سال و نیم پیش، چهار سال پیش اومدیم، نه دقیقا سه سال و نیم پیش اومدیم این بیانیه رو صادر کردیم، برنامه گذاشتیم، صحبت کردم من، حتی تلویزیون اندیشه فرامرز فروزنده در رابطه با این با من در تلویزیون اندیشه مصاحبه کرد که اون برنامه رکورد زد، کمتر از 24 ساعت مخاطبی که از ماهواره فقط دیده بود 170 هزار نفر بود، یوتیوبشون بماند. خب که خود آقای دورمانی اون موقع تبریک گفت بعد این برنامه. بعد تازه حالا آقا اومده میگه من اومدم مثلا آقا خب دمت گرم، منی که اومدم اعلام کردم آقا داره این اتفاق میافته، راهکار ارائه دادم، راهکار ارائه دادم. خیلی از کشورها از همیانانی که فریب خورده بودن یا پول برده بودن گشته بودن تو حساب سپرده به وقت سود اضافی که داشتن این مؤسسات بهشون میدادن و پولشون رو نتونستن پس بگیرن، زنگ میزدن از من مثلا سوال کنن، مشورت بکنن که آقا چیکار بکنیم. شما کی خبر دادید و چرا الان سکوت کردید؟ اتفاق بعدی که یک سیستم پولی در ایران داره رقم میزنه رو اگه میدونید الان بیایید بگید چه اتفاقی رو داره رقم میزنه. آقای شهرام همایون، شما که میگی خیلی بیزینسمنی اطلاعات داری، بیا الان بگو اتفاق بعدی که از طرف سیستم پولی جمهوری اسلامی داره رقم میخوره که سر مردم و کلا بذاره چیه؟ بیا تعریف کن. بعد که نتونستی تو برنامه بگو آقا من نمیدونم ما اعلام بکنیم، که بگم نه شما نه خیلی های دیگه به دلیل اینکه منافعتون در خطر هست میذارید کار از کار بگذره، مردم تا گردن فرو بروند، بعد بیایید صحبت کنید. یه مسئله دیگه وجود داشت دوستان، سال گذشته یه تجمعی بود اگه یادتون باشه، تاریخ درست میگم اگه اشتباه میگم جناب قاسمی اصلاح کنید، در هفتم سپتامبر، درسته هفتم بود، هفتم سپتامبر روز تولد رستاخیز فیروزه‌ای بود، اون مراسم نیویورک 25 سپتامبر که باز در موردش هم باز برنامه داره، دسامبر فکر کنم یا سپتامبر. آره بعد ما یه برنامه رو به خاطر اینکه شهرام همایون اومد حمایت کرد در اون برنامه از رنگ سفیدی که اصلاح طلبان و که از عوامل جمهوری اسلامی که دنبال ماندگاری جمهوری اسلامی بودن رنگ سفید و رنگ نماد خودشون اعلام کردن، و شهرام همایون هم اومد اعلام کرد تمام طرفدارانش در این تجمع نیویورک با رنگ سفید حضور پیدا بکنن، که اطلاع رسانی به موقع ما تو دهنی خیلی خوبی شد برای شهرام همایون. خیلی از دوستان میان پرست ما در آمریکا و در واشنگتن و نیویورک متوجه شدن و جلوی این اتفاق رو گرفتن و ایشونو در جایگاه خودشون راه ندادن، ایشون مجبور شد، شهرام همایون مجبور شد بره یه جایگاه دیگه رو بگیره، پول هزینه بکنه که خیلی بهش برخورده بود که یه شبه چه مبلغ رو دست من گذاشتن. و ما یه برنامه ساختیم، یه بخشی شد، من امروز دیدم که توی فیسبوک یاداوری کرد خود فیسبوک اتوماتیک وار و واش تیوی گذاشتن، آقای قاسمی گفتن که این برنامه رو حتما امشب تکرار کنیم. یه مسئله رو من میخواستم آقای قاسمی از شما سوال کنم، یه جریانی رو من شنیدم داره راه میفته مربوط به اینکه اینایی که صدا ضبط میکنن و پخش میکنن و چیز کنیم، چی میگن تحریم کنیم، بایکوت کنیم، اینجوری گفتن کسایی که ریک میکپششونه.
ریک تو گرششون. خب بعد فکر میکنید که مثلا کسانی که صدا ضبط کردن و بیاریم اون صدایی که بذارید جان کاموزی مطلبی بگم. اولا ببینید دوستان، در کار سیاسی یا چون ما هنوز به اون مرحله ای نرسیدیم که بخوایم مثلا بحث رقابت پیش بیاد، الان در میدان جنگی، یعنی اگر قبول داریم، خوب اینو دوستان دقت کنید، اگر قبول داریم کشور ما در سال 57 توسط فرقه تبهکار و مافیاهای ایران ستیز اشغال شده، اگر قبول داریم پرچم ما پرچم شیر خورشیده و الان پرچم انگل نشان جمهوری اسلامی در سر کاره، اگر قبول داریم ملت ایران تبدیل شدن به امت اسلام، اگر قبول داریم برای آخوند سوریه و عراق و یمن و لبنان و فلسطین در اولویت و باید منافع ملی مردم ایران رو چپاول کنه و به این کشورها بده که داره میده، اگر قبول داریم خلیج همیشه خلیج فارسه، اگر قبول داریم دریای کاسپیان دریای ایرانه، اگر همه اینها رو قبول داریم، پس این رو باید قبول کنیم که کشور ما در اشغاله. وظیفه ملت ایران امروزی که کشورشون در اشغاله اینه که با این اهریمن ایران ستیز بجنگن، نه مماشات کنن. اینم داشته باشید، در میدان جنگ مماشات و دموکراسی و نمیدونم سوسولبازی و حالا با این یه جوری رفیقیم و رفاقت و تمام این مسائل معنی نداره. یعنی اگر شما در میدان جنگ وارد مماشات شدی، وارد بحث رفاقت شدی، ننت و سیغه کردی برای شهرام همایون یا امثال اینها، داری به کشور ایران خیانت میکنی. خب در شب عملیات یا در اون میدان جنگی که دوتا ارتش دوتا سپاه میخوان با هم دیگه روبرو بشن، طرف مقابل سعی میکنه از تمام امکانات استفاده کنه که حریفش رو زمین بزنه، درسته؟ حالا جمهوری انگل نشان آخوندی و اون مافیاهاش دستهایی رو در کار آوردن که در خارج از کشور جمهوری انگل نشان تا به امروز سرپا نگه داشته، در داخل هم به همین صورت. افرادی هم به عنوان اپوزیسیون و به عنوان شخصیت‌های سیاسی آوردن جا انداختن، همین رادیو تلویزیون‌های شهرام مثل شهرام همایون و امثال اینها و دیگرانشون که پشت پرده چیزی دیگر، جلوی پرده گونه دیگه خودشون رو نشون میدن. شما برای اینکه دست دشمنت رو باز کنی و رو کنی، از هر امکانی که میتونی این کار رو انجام بدی که یک کمکی به سرنگونی جمهوری اسلامی کرده باشی باید استفاده کنی. حالا من سعید قاسمی، مهران کمالپور، دوستان دیگه، اگر ترسی نداری، اگر ریگی به کفشمون نیست، اگر کلاهمون به قولی یارو گفتنی پشت رو نیست، خب برای من چه فرقی میکنه اینجا بشینم توی برنامه حرفمو لایک بزنم زنده بزنم یا توی جلسه ای برم با 10 نفر 15 نفر دیگه همین حرفمو اونجا بزنم؟ چون هدفم آزادی کشورمه، هدفم مبارزه با مافیای ایران ستیزه، نوچه هیچ بنی بشری نمیشم، برای پول خودمو نمیفروشم، برای این 10 دقیقه برنامه در یک تلویزیون پاکستانی ننمو به صیغه شهرام شالاتان در نمیارم و بیام ادعا کنم بگم شهرام همایون پدر خونده منه. خب پس ترسی نباید داشته باشم که اگر اومدم در این جلسه گفتگو کردم ممکنه یکی صدامو ضبط کنه. در عالم سیاست و در میدان جنگ شما مطمئن باش با هر کسی که صحبت میکنی 90% بذار آقا این داره ضبط میشه. مگه چی میخوای بگی که در اون جلسه اگر بگی اگر ضبط بشه و منتشر بشه به اون اصل هدفت ضربه میخوره؟ فقط یه چیزی، ریاکار و دروغگو هستی. کوروش کبیر گفت خداوند ایران رو از دروغ و خوش‌سالی نجات بده. اول گفت دروغ، پس منی که میرم در یک جلسه گونه دیگه حرف میزنم و میام جلوی دوربین یه جوری دیگه حرف میزنم، آدم دروغگویم، هیچ فرقی با احمد جنتی ندارم.
هیچ فرقی با روحانی ندارم، منتها اون یه جایگاهیه من یه جایگاه دیگه. مثلا حالا دیدم یکی از این کسایی که قبلنها آدم درستی بود یه موقعی حدودن، اخیرا اومده از یه تلویزیون انداختنش بیرون چون با از ما حمایت کرد بیچاره، منشأ امیر دستور اخراجش رو داد، منوچهر ساچمیچی از تلویزیون ایران آریایی. دیدم که اومده یه سری مزخرفات دارن میگن با چند نفر دیگه، یه مش شلغم، یه مش درپیت، یه مش احمقی که اسم خودشونو میذارن سرباز، سرباز وطن. اون وقت میگن آقا به تجزیه طلبه حمله نکن، با سند نیا بگو در لندن قرار چند روز آینده چه اتفاقی بیفته، اینها رو نگو، چرا اینها رو میگی، چرا باعث همبستگی مثلا همبستگی رو داری در هم ریزی. اسم خودشون هم میذارن سرباز. و دیدم دارن یه سری خزعبلات میگن در مورد این. اولا من سعید قاسمی و مهران کمالپور در رستاخیز سیمرغ تا امروز صدای هیچ بنی بشری رو نه ضبط کردیم و نه پخش کردیم. جلسه ای که ما گذاشتیم 13 ساعت با یک جانوری که همون که مادرش سیغه شهرام همایونه رو اول جلسه اعلام شد که در ویدیو هم پخش شد، آخر برنامه هم اعلام شد آقا این داره ضبط میشه برای ثبت در تاریخ و در صورت تخدی افراد یعنی شما این منتشر خواهد شد بدون یک کلمه کم یه دونه، حالا یه چیزایی شخصی بود از توش در اومده. ولی این دوست عزیزمون که فکر می‌کنم یادش رفته، خودش یکی از اون کساییه که همه صداها رو ضبط میکنه. این دوست عزیزمون که حالا یه روزی شاید حتی در اون اندازه ها نیستم، اینم خواستم توضیح بدم که یه مطلب خیلی مهم اینه که منم بگم مثلا مثال هم بزنم جام کنم. من فکرم تمام شد. اینو میخواستم اینو توضیح دادم که بگم یا نکن با فیل با قول اصفهانی ها اینجوریه، این مثال اصفهانی ها اینجوری میگنش، میگن یا نکن با فیل بانان مشورت، یا بنا کن خانه فیل دوش برد، یا پاتو نذار وسط، یا اگه گذاشتی وسط مثل مرد بذار وسط. اگر رفتی در یک جلسه صد نفرم بودن یه حرفی بزن، اگر اومدی در برنامه یک میلیون نفرم بودن همون حرف رو بزن. باید یاد بگیریم یک رو باشیم. تا امروز درویی پدر ما ملت ایران رو در آورد، پدر ما ملت ایران رو درویی در آورد. طرف میشینه تو خونهش، میره بشه رفقاش، به آخوند فوش میده، در حیات رو باز میکنه، آخونده رو میبینه، دولا میشه تا کمر، سلام علیکم حاج آقا. این درویه که پدر ما ملت ایران رو در آورده. پس اگر مبارزی، اگر با جمهوری اسلامی میخوای بجنگی، مثل مرد بیاد، نه مرد نر، خرم نره، مرد یعنی اون مردانگی تو داشته باش و بیا نترس. اگر مقابل جمهوری اسلامی ایستادی، با مقابل جمهوری اسلامی جنگیدی، وظیفت اینه، گام دوم مبارزت اینه که بر علیه تجزیه طلبه هم بجنگی. چرا؟ چون 8 سال ملت ایران کشته دادن، مجروح دادن، بی خانمانی کشیدن، ویرانی به کشور ما تحمیل شد که یک وجب از خاک ایران جدا نشد. پس امروز اگر تو نشستی با تجزیه طلب مماشات کردی به اسم این که دارم با جمهوری اسلامی می جنگم، در حقیقت در بهترین حالتش خیلی احمدی، در بهترین حالتش. بفرمید. یه مطلب رو چندین بار ما گفتیم ولی فکر میکنم یک بار دیگه هم باید اشاره بشه، و اون این که ما هیچ صدایی رو ضبط نمی کنیم که خواسته باشه مسائل شخصی افراد رو اشاره بکنیم، و کسانی هم که الان اومدن دارن صحبت از این موارد میکنن که کسانی که صدا ضبط میکنن و پخش میکنن و بایکوت کنیم، اولا که ما وایمه از این چیزا نداریم، از این هارت و پورتو علکی بزرگتر از ایناش ما نمیترسیم. اینا که دیگه میگن فلان در بازار مسگر هاست. اما من فکر کنم آقای قاسمی یادشون رفته که احمد اوبسی چی بود داستانش؟ حالا دیگه نریم اون بریم بدشون، حالا بزن حالا بالاخره دیگه جان کمار، یعنی ما عکس دستگاه رو پابلیک نکنیم؟ حالا بخواد دیگه نریم خب پس ما یه تیکه فیلم رو دوستم بهتون نشون میدیم، یه یادآوری کنیم از تکرار آن چیزی که
در سال گذشته من و جناب قاسمی در یک برنامه صحبت کردیم و این قسمت رو یکی از دوستان زحمت کشیده تیکه که هست صحبت های من هست، ولی خب صحبت های جناب قاسمی نیستش، ولی کاملش باز در برنامه هستش. این قسمت رو با هم دیگه ببینیم، تکرار سال گذشته، صحبت های ما خطاب به شهرام همایون. بگوی قاسمی، قبل از اینکه اینو بذاری، دوستان بینندگان عزیزی که الان 60 و چند نفر دارید این برنامه رو میبینید، وجدانن خودتون قضاوت کنید ببینید کی حقه کی رو خورده. شما این برنامه رو نگاه کنید، همین که الان میذاره، من اینو بیشتر گفتم برای این میذاره 10 دقیقه من نشستم اینجا مهران کمالپور داره حرف میزنه، آخر برنامه میگه تو نذاشتی من حرف بزنم، برو شوخی کرد. فهمید میخوام جواب بدم الان باش دوستان بریم با هم برگردیم. من اگه اجازه بدید جناب قاسمی، من مطالب هم عرض کنم خدمت رو عرض کنم. دوستان من از اینجا به بعد مستقیما با خود شهرام همایونی صحبت میکنم، چون بعدا این قسمت توسط دوستان کات خواهد خورد و منتشر میشه. مستقیما منظور من و مخاطب من شهرام همایونی. شهرام شارلاتان، در اوائل این بخش از صحبت ها گفتی که ادهی اومدن تا تفرقه بیاندازن. من به تو ثابت میکنم جدای از این که در 40 سال طبق برنامه دیکته شده تفرقه انداختی، هنوز به این کارت داری ادامه میدی و خودت اعتراف کردی کسانی که دارن با تو مبارزه میکنن امروز نه جمهوری اسلامی نه مجاهدین خلقه، دقیقا دوستان با همدیگه هیچ وقت مبارزه نمی کنن و جدا پای همدیگه سنگ نمی دازن. به همین دلیل چون شما با این دو گروه دوست هستی باید کاری ندارن، نه باید مقابله می کنن، نه جلوی پا سنگ می دازن، نه از کارها بیرد می گیرن، نه وقتی رنگ سفید رو می خواهی القا کنی به ذهن مردم ایرادی گرفته میشه، هیچی. تفرقه که ایجاد می کنی چطوریه؟ در برنامه دیشب در پنل سیاسی یک پرسشی را همزمان از فاند پاشای از دیان، فرامرز فروزنده، بیگلر و وکیلیست پرسیدید و اون این بود که چرا در قبل از سال 57 تمام احزاب و گروه ها که از دید ما نسل‌های بعد از تو همه اونها تروریستی بودن با هم متحد شدن بر علیه حکومت پادشاهی مبارزه کردن و طبق گفته خودتم هدف اصلی و اولشون سرنگونی حکومت پادشاهی بود و چرا الان نمیشه؟ بیان همین یک پرسش در تلویزیون خودش ایجاد تفرقه است. صرفا بیان پرسشش تفرقه انگیزه، ایجاد نفاقه، چرا دسته به پاسخهایی که شنیده میشه. اما شما در زمانی که میای برنامه اجرا میکنی به عنوان برانداز جمهوری اسلامی، به عنوان کسی که ادعا میکنه روزنامه نگاره، به عنوان کسی که از حوادث سال 57 خبر داشته، اونجا نقش داشته، اطلاع رسانی میکرده و در تمام مسیر 21 تلویزیونی شما فریبکاری و ایجاد یأس و ناامیدی در بین مردم بوده. شما زمانی که میان از چهره شاهنشاه فقی، رضا شاه بزرگ، شاهزاده رضا پهلوی، اولیاعظمت شهبانو فرد پهلوی سو استفاده میکنید برای غارت اموال مردم، برای جمع‌آوری کمک‌های مالی و در نهایت پول‌هایی که میگیری براشون جنسا رو نمیفرستی که هر کدوم رو خواستی از هر جای دنیا برات ارسال میکنن که پیهای بیرفته از گروه ها گرفت، این خودش ایجاد تفرقه است و مردم به هیچ اپوزیسیونی اعتماد نکنند. بگن اپوزیسیونی که تمامند و تلویزیون داره اینجوری شارلاتان بازی در میاره، اینجوری کلاهبرداری میکنه، اینجوری پول مردم میخوره، وای به حال اون اپوزیسیون های تازه به کار و تازه نوپایی که هیچ منابع مالی ندارن، دیگه اعتماد نمیکنند و این ایجاد تفرقه است. تفرقه رو زمانی تو شارلاتان ایجاد کردیم که اومدی پشت اخطار، آخرین اخطار به آخرین شاهزاده ایستادی و خودت اعلام کردی که
این بیانیه رو دو هفته قبل از انتشار برای من ارسال کرده بودم و من خوندم و تو غلط کردی. کسی که ادعا میکنه به خاندان پهلوی بدهکار، به شاهنشاه فرید بدهکار، به اولیا حضرت بدهکار، غلط کردی که اون اخطار رو خوندی و هیچ عکس العملی در قبال دفاع از شاهزاده انجام ندادی و هنوز حرف مفت میزنی، میگی من پادشاهی خواهم و از حامیان شاهزاده رضا پهلوی ام. تفرقه رو تو زمانی ایجاد کردی که اومدی حکومت ملی رو راه انداختی، زمانی که اخطار دادی به شاهزاده، شاهزاده رضا پهلوی، شما سه ماه زمان دارید تا خودتون رو به عنوان ریاست این حکومت ملی مطرح کنید. شما تفرقه رو زمانی ایجاد میکنید که رسما شاهزاده رضا پهلوی رنگ پیروزی رو اعلام میکنه و عنوان میکنه. شما برخلاف اون حرکت، برخلاف خواسته قلبی میلیون ها ایرانی میهن پرست پادشاهی‌ها، میایید اینی تو جبهه دشمن وامیستی، میایید اینی تو جبهه جمهوری اسلامی و ائتلاف جمهوری خواهان درون مرد و برون مرد و رنگ سفیدی که اونها اعلام کردن رو اعلام میکنید و حرف مفت میایید میزنید که در ادامه و در بخش دوم که خیلی مهمه به اون به تفصیل خواهم پرداخت. زمانی که شما میایید در برنامه تلویزیونی افرادی رو انتخاب میکنید که تماما برخلاف پادشاهی خواهان هستن و شما اتفاقات درون کشور رو فاکتور میگیرید، همه حوادث از اعتراضات، راهپیمایی‌ها، اعتصابات، سرکوب‌های مزدوران، کشتار مردم در خیابان، همیشه چهار روز به بالا بعد از اتمامش اومدید منتشر کردید. هیچ زمانی تو نمیدید روزی که اعتصاب بوده همون روز ویدیوها رو منتشر بکنید. چرا؟ چون داره دستور میدن الان زمانش نیست و این خودش ایجاد تفرقه است. این که میایی میگی که مردم فقط من رو شما حساب میکنم، از روزی هم که تلویزیون رو میخواستم باز کنم رو شما حساب کرده بودم، حتی رو تبلیغات هم حساب نکرده بودم. میخوام بگم اینم حرف مفته. پنج برنامه قبل شما آقای شارلاتان تو برگشتی گفتی 21 سال قبل این تلویزیون رو من با بیش از 1 میلیون دلار راه انداختم. مدرک تو اون موقع رو پول مردم حساب کردی اومدی تلویزیون راه انداختی؟ تو رو پول مردم حساب کردی رفتی زنگ گرفتی مگه؟ که الان از مردم خرچی میخوای که سفرت رو پر کنن بخوری نمیری؟ اگر شما 21 سال پیش با 1 میلیون دلار بیشتر از 1 میلیون دلار این تلویزیون رو راه انداختی، چرا نیومدی توی برنامه‌ای که آقای ضیاء آقابای برنامه زنده گذاشت و گفت چک‌هایی که شهرام همایون به من داده بود بابت خرید سیستم استودیو از من توی دفترش از من گرفت کل و پول من نداد، چرا نیومدی جواب بدی؟ مرسی تو شارلاتان، بیا جواب بده، یه جواب بده به آقای ضیاء آقابای که 320 هزار دلار پولشو ندادی و چکارو تو دفترت خوردی، ازش گرفتی که پول از گاوصندوق بدی ولی جدید فوتش دادی. از کی تا حالا شده که برای بیزینس روی مردم حساب میکنن بیزینس میکنن؟ شما 25 سپتامبری که تمام مبارزان دارن برای یک رزم 100 درصد مؤثر برای آزادی کشورشون به رزمگاه میرن، شما با جمع‌آوری پول از مردم هزینه‌ای که 600 دلار تموم میشه 1200 دلار میگیری، میبری نیویورک برای بعد همراه با خانومت میبری اونجا برای بزم و رقص و شب شعر و آواز و خوانندگی، یعنی مبارزه و رزم و تبدیل میکنی به جشن و پایکوبی و بعد که چی بشه؟ تفرقه ایجاد کنی بین نیروهایی که از جای جای کانادا و آمریکا دارن میان در نیویورک برای مبارزه با جمهوری اسلامی و رسیدن صداشون به سازمان ملل در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل و تو میخوای اونجا بعد ایجاد کنی. مردک اینی که شما فکر میکنید این طرح 25 سپتامبر مال شما بوده حرف مفت میزنید. 25 سپتامبر رو از خیلی وقت پیش جناب مهندس نوبی، جناب سرهنگ زایی، آقای دکتر سعید احمدی، آقای دکتر اسدی
این کار رو انجام دادن و بعد جناب عالی دورداری افتاد. اگر راست میگی چرا نرفتی مجوز بگیری و چرا مجوز تجمع ایرانیان در مقابل سازمان ملل به نام شهرام و همایون شارلاتان نیست، به نام آقای دکتر اسدیه؟ و این هزینه ای که میگی یک شبه افتاده گردنت، هزینه استیجه، چون برای تو نیست و برات محدودیت ایجاد کردن، گفتن چون حرف مفت زدی و رنگ سفیدی رو اعلام کردی که جمهوری خواهان اعلام کردن، دومتو میذاری رو کولت، میری یه جای دیگه وانیستی بوره مرگه، حق نداری بیایی تو جمع ماها و از استیج ما هم حق نداری استفاده کنی و الان هزینه استیج افتاده گردنت و نیاز به پمپر داری تا جلو خونریزی تا بگیره، چون باید از کیزه که از مردم چپاول کردی پول هزینه کنی تا استیج بزنی. و حرکت بزرگ بود، این نیستش که شما حرکت رو بزرگ کردید. شهرام شارلاتان با پول مردم، با غارت‌هایی که داره میکنه، با دروغ دفنگایی که داره میگه، اومد جلوی دوربین نشست و در رابطه با 25 سپتامبر حرف زد. از قبلش شهرام همایون هیچ غلطی نکرده بود که مردم داشتن این کارو میکردن، احزاب و گروه‌های مختلف داشتن این کارو میکردن. همین الان شهرام همایون خفه خون بگیره پول مردم رو برگردونه، همین الان مردم پولایی که مردم ریختن به حسابه برگردون، ببین 25 سپتامبر مقابل سازمان ملل چه اتفاقی رخ میده از پادشاهی خان، که بفهمید شهرام همایون نقشی در این مجموعه نداشته به غیر از غارت و چپاول و دروغگویی و کلاهبرداری و کلاچی. اما به واسطه جمله‌ای که دوست و همراز عزیزم گفت، آقای قاسمی، اینو من به واسطه ایشون میگم، همین الان وقت داری که بگی غلط زیادی کردی و رنگ سفید رو از برنامه حذف کنی، رنگ سفید رو حذف کن و بگو رنگ فیروزه‌ای، رنگ آزادی خواهی و رنگ پادشاهی خواهان مبارز برانداز و 25 سپتامبر همه با رنگ فیروزه‌ای، فرتورهای فیروزه‌ای، لباس فیروزه‌ای، دستمال گردن فیروزه‌ای، مچمند فیروزه‌ای، با هر چیزی که میخوان بیان از رنگ فیروزه‌ای میان. بعد ببین اصلا کسی باهات کاری داره یا نداره. اونایی که میره قارنت میکنی به خودشون رد داره، به ماها مربوط نیست، اونا فریبتون میخورن، به ما ربطی نداره. اما در زمان مبارزه وقتی من مبارز میبینم یک نفر رو خاکریز دشمن ایستاده و داره مستقیمن یاران من و همرزمان من رو مورد آسیب قرار میده، مورد هدف قرار میده و مستقیمن به سمت فرمانده من نشونه رفته، اگر با تیر نزنمش خودم رو میرسونم با دندون خرخرش رو بجوام. و تو این کار رو داری میکنی، یک انسان کثیف و شارلاتانی که روی خاکریز دشمن ایستادی و همرزمان من، پادشاهی خواهان و ایران پرستان و فرمانده ما رو مورد هدف داری قرار میدی و فکر میکنی ما سکوت میکنیم. تو اینجا امشب تو برنامه برمیگردی میگی آقای دکتر امیر هوشنگ امیر احمدی، من قصد دارم یک اپوزیسیون قدرتمند بسازم مانند مجاهدین، اینجاست که بهت میگم اول خشتکتو بکش بالا، بعد به جایی که بعد از 25 سپتامبر بری پشت پرده ها رو رو بکنی، همین الان بیا جلوی پرده بگو این پول از کجا و کی به تدریف کرده که میخوایی یک همچین اپوزیسیون قدرتمندی تشکیل بدی، باز هم با چیز مردم، با پول مردم حواس کردی بریزن بگیری که اپوزیسیون قدرتمند بسازی مثل سازمان مجاهدین. آقای شهرام شارلاتان یک روزی در یک برنامه خطاب به مریم رجبی گفتی که با دم شیر بازی نکن. در چند برنامه بعدش مریم رجبی و سازمان مجاهدین شدن اعضای ما هستیم و اون دم شیر شد دم موش.
اما حواست باشه نسل ما با موشهای مثل تو بلایی سرشون میارن که مجبور میشی دست به خودکشی سیاسی بزنی، همونطوری که شب گذشته دست به خودکشی سیاسی زدی، ولی شعورت نمیرسه که بفهمی. تو بخش بعدی بیشتر از خجالت در میاد. جناب قاسمی بفرمایید. سپاسگزارم. جناب خب دوستان، این بخشی از برنامه سال گذشته ما بود که حالا دوستان زحمت کشیدن بریدن و آقای قاسمی هم گفتش که به یاد بود سال گذشته اینو پخشش کنیم. آقای قاسمی بفرمایید. من شاهده باید صحبت کردم. ولی وجدانم مهران جان، حالا من چیزی نمیگم دیگه، دوستان بنویسید دیگه. ببینید من 14 دقیقه نشستم جناب کمالپور یه ریس همینجوری گفت، با آخرش هم به من گفت که حتی ما رو خوردی. اما همه گرفتاری ما دوستان، همه در قسمت اول برنامه هم که بانوسالاش تشکیل داشتن گفتم، همه گرفتاری ما اینه که جمهوری اسلامی و اون مافیایی که جمهوری اسلامی رو آورد میدونن چیکار کنن که مردم ایران نتونن این قدم بزرگ رو بردارن و به آزادی و به اون چیزی که لیاقت کشور ایران و مردم ایران است دست پیدا کنن. یک کجراهی رو سال 57 گذاشتن جلو پای ملت، به زور میگم گذاشتن جلو پای ملت، که حالا اونم این داستانایی داره که بارها و بارها در موردش صحبت کردیم، و نمیخوان مردم ایران برگردن و از اون کجراه راه درست رو انتخاب کنن تا به اون مسیری که داشتن میرفتن برن و بهتر و بهتر و بهتر از گذشته بتونیم سرنوشت خودمون و سرنوشت کشورمون رو عوض کنیم، اون چیزی که لیاقت ایرانی هست رو واقعا ملت ایران داشته باشن. یکی از خیلی جالبه جناب کمالپور، همه صحبت‌هایی که ما انجام دادیم در طول این مدت‌ها، در طول این سال‌ها رو میان همین صحبت‌های ما رو انجام میدن، همین صحبت‌های ما رو کپی میکنن میگن، بعد تهش هم به من و شما یه فحشی هم میدن. ببینید ما ملت ایران، این جمله رستاخیز، ببخشید، یا فحش میدن یا میگن ما مزدور جمهوری اسلامی. اون که همیشه ما مزدوریم دیگه، اصلا که اون یه بحث دیگه است. ولی اینی که دوستان، این جمله رستاخیز سیمرغه. ما ملت ایران تا زمانی که دشمنمون رو نشناسیم، تا زمانی که تاکتیک هاشو، سناریو هاشو، پروژه هاش رو ندونیم، تا زمانی که بخوایم فریب افراد دستاموز و افراد خبره‌ای که جمهوری اسلامی و مافیاها فرستادن در خارج و داخل ایران رو، تا زمانی که بخوایم فریب اینا رو بخوریم و اینا رو نشناسیم، کاری از پیش نخواهیم برد. تنها برد ما مردم ایران، مخصوصا نسل جوان، نسل بعد از 57، اتفاقا همینجاست. این اینجا یه پرانتز باز کنم، ما سه شنبهی که داره میاد، یعنی دو سه روز آینده، یک برنامه فوق جنجالی در تلویزیون پارس اسرائیل داریم که همه تون رو دعوت میکنم این برنامه رو ببینید. اتفاقا در همین زمینه است، اختلاف ها، اختلاف نسل ها و خیلی از مسائل دیگه که حتما سورپرایز خواهید شد توی این برنامه. تمام تلاش این افراد مانند شهرام همایون ها، نوری زاده ها، سازگاره ها، میمودی ها و و و و دیگرانشون این بوده در این سالها که مردم ایران رو سرگرم کنن و فریب بدن. ملت ایران از دیماه 96 یه مقداری عقب‌تر، آبان 94 به این ور اون تکونی که باید میخوردن رو خوردن و اینم تمامش مربوط میشه به لطفی که فضای مجازی به ملت ایران کرد. و شما دیدید از آبان 94 به این ور خواسته های مردم علنی شد و اومد مطرح شد و در خیابون ها فریاد زده شد. تمام تلاش امثال همایون ها هم این بود که این خواسته ها رو به حاشیه برونن. تا امروز هم تا حدودی اینها موفق شدن، نمیشه اینو نادیده گرفت. یعنی اون قیام جاوید شاه، اون فریادهای جاوید شاه رو اینا سعی کردن امروز با 14 معصوم، پس فردا با رفراندوم، پس اون فردا نمیدونم با دولت فلان، شورای گذار، شورای فلان و امثال اینها سعی کردن به حاشیه برونن و انعکاس ندن این فریادهای ملت ایران رو. دارید میبینید، خودتون دارید میبینید. بنابراین ما تا این تاکتیک ها رو ندونیم، تا این دست ها رو باز نکنیم، تا ماهیت این افراد رو نشون ندیم، اون مافیاها ندونن که این مهرها سوختن و این سناریوها دیگه پیش نمیرن، کاری نمیتونیم بکنیم. هر روز برای ما داستان در میارن.
این داستان چینی که الان بهش اشاره شد، برید نگاه کنید در چندین برنامه های پیش جناب کمالپور کاملش رو با ریزش ها قبل کار ندارم توضیح دادن. اما چرا تا الان آقای شهرام همایون ها از خواب بیدار نشده بودن؟ چون منافعشون امروز در اینه، یعنی اینها حرف میزنند برای منافع شخصی خودشون، برنامه میزنند برای منافع شخصی خودشون. اگر شما فکر کنید کوچکترین ذره ای اصلا به همین شهرام همایون بگید ایران چند تا استان داره، اگه به شما گفت، اگه بلد بود بگه، برید سوال کنید ازش، حالا بره بخونه. منظور من اینه که اینها، ما اینو که دارم به شما میگم، ما از توی استدیوی شهرام همایون اینا رو داریم، خیلی از این مطالب رو به شما میگیم. وقتی توی استدیوی شهرام همایون پشت برنامهش تلفن زده میشه و بچه های ایرانن و اون خانومه که اونجا کار میکنه میگه آقای همایون یکی از جوانهای ایران از داخل ایران میخواد با شما صحبت کنه، داره میگه ما هستیم، ما رو قدیم، حالا کسی که زنگ نمیزنه، همایون میگه قطش کن قطش کن قطش کن، میگم مارکتینگ چه خبر، تلفن اشغال نکن، زنگ بزنم نمیدونم چی پکیج فلان رو بخرم، قطع کن اینا رو، اینا واقعیته. و این هاست که باید کنار رفته بشه و میره و داره میره. یه صحبت بود نمیدونم اینو نذاشتیم یه برنامه توی OBS برای اینو پخشش کردیم، در گفته های شاهزاده رضا پهلوی هم همیشه همینه، چندین بار ایشون هم به صراحت اعلام کردن مردم ایران اگر میخواهید به آزادی برسید باید و باید و باید، این باید تاریخه، از نسل روش انفکر 57 عبور کنید، این باید تاریخه. یعنی یه روز اسماعیل نوریگرا رو به اسم سکولار دموکرات، یه روز به اسم فدرالیست ها، یه روز به اسم جمهوری ها، یه روز به اسم رهبر گروه فلان، یه روز به اسم مدیریت گذار، هر ماه به هر مرحله برنامه داریم، در آینده نزدیک اسنادش هم ارائه میدیم، هر ماه به هر ماه اینو دارن به ملت میفروشن. اینو یه نمونه زدم ها، نوریگرا رو مثلا یه نمونه زدم، داخل ایران هم که دارید میبینید، اینا باید کنار بره تا ملت ایران بتونن راه خودشون رو پیدا کنن. و تنها شعاری که میتونه اون همبستگی و اون عرق ملی رو در ملت ایران زنده کنه همون شعاریه که تمام اینا باش مخالفن، و اون شعار شعاری نیست جز جاوید شاه، همشون باش مخالفن، از دم باش مخالفن. برید سوال کن جاوید شاه، نه اینکه حکومت شاهنشاهی برگرده به ایران، اون یه بحث دیگه است. جاوید شاه برای چسب، برای یک چسب اتحاد کننده، برای یک چسب همبستگی، برای یک چسبی که اگه اومدی تو خیابون گفتی جاوید شاه، دلت نلرزه که فردا مهدی خزعلی بیاد جریانتو برداره ببره به نفع خودش، دلت نلرزه که شیرین عبادی بیاد جریانتو بدوزه برای خودش، دلت نلرزه برای که نوریزاد بیاد جریانتو بدوزه برای خودش. میدونی اگر گفتی جاوید شاه یعنی تو دهن همه این آدم ها زدی و این سناریو ها زدی، این اون چیزیه که اینا بدشون میاد. خب بذار من تلافیشو در آوردم حرف زدم، اشکال نداره. من یه مسئله ای رو تو ذهنم بود، خب حالا اصولا دوستانی که با ما در ارتباط هستن میدونن ما عادت داریم تو خوابم داریم فکر میکنیم، بدبختیمون کاغذ خودکار بالا سرمونه، تو خواب یه دفعه چیزی یادمون بیاد باید بنویسیم یادمون نره. سعید جان یه مسئله ای رو داشتم فکر میکردم، من تو یه قسمت موندم، الان مردم ایران مگه از نظر اینکه توی یک کشوری دارن زندگی میکنن که جمهوری اسلامی همه جوره داره سرکوبشون میکنه، کوچکترین آزادی نداره، من توی این موندم که از کی تا حالا مردم ایران تو آمریکا زندگی میکنن، تو دانمارک و سوئیس و کشورهای آزاد دارن زندگی میکنن که در رابطه با یک اتفاقی که میافته در داخل کشور یک سری افراد میان میگن به نشانه اعتراض یک دقیقه سکوت کنید؟ عزیزان اگر یک اتفاقی در مثلا در کشور سوئیس دو سه سال پیش هواپیمای سقوط کرده اگه خاطرتون باشه، اولا یا خطای تکنولوژیه یا اگر خطای انسانی باشه خطای عمدی وجود نداره، اما در کشور ما یه همچین اتفاقی رخ نمیده. اگر هواپیمای سقوط میکنه عمدن بهش اطلاعات غلط میدن، عمدن به سطح ابر رو
به جایی که مثلا بگم 15,000 پا میگن 35,000 پا و خلبان خطا ایجاد میشه براش و فکر میکنه الان که در بالای ابر داره پرواز میکنه مثلا در ارتفاع 32,000 پاییه، در صورتی که در ارتفاع مثلا 16,000 پاییه و با کوه برخورد میکنه. این خطای عمده که برای خلبان ایجاد میشه. من شنیدم در رابطه با خودسوزی زندگی سهر خدایاری اعلام کردن که این آقای زشت کلام، صادق زیبا کلام، گفت من مطمئنم که طرفداران تیم استقلال و پرسپولیس در بازی که دارن انقدر جوانمرد هستند که یک دقیقه به نشانه اعتراض و حمایت و فلان و اینا یک دقیقه سکوت کنن. عزیزان این بازی‌های سیاسی که در تلویزیون‌ها و در جامعه را می‌اندازن برای سیاه‌نمایی، برای بازی دادن افکار ماست. نشانه اعتراض فریاده، نشانه اعتراض سکوت نیست. نشانه اعتراض اگر فریاد بزنید کسی نمیتونه بگه ما مردم بی فرهنگی هستیم. اتفاقا میگن اینها با فرهنگن که اگر حقشون ضایع بشه سکوت نمیکنن. اینکه یک دقیقه در به نشان اعتراض به هر مسئله سکوت کنید، فلانجا برید روزه سکوت بگیرید، تجمع سکوت بکنید، تجمع فلان بکنید، بازی های روانیه که برای جامعه ایرانی دارن راه میندازن. نشانه اعتراض تجمع، تجمع با فریاد، نشانه اعتراض اعتصاب، نشانه اعتراض کار نکردن، نشانه اعتراض از کار انداختن تمام سیستم های یک حکومت توتالیتر و تمامیت خواه مذهبیه. فریب نخورین. جمهوری اسلامی با جنگ های روانی که راه میندازه فقط تله میچینه دور برمون. یاد بگیریم از لابلای تله های جمهوری اسلامی، عوامل حفظ و نگهداری جمهوری اسلامی در خارج از کشور، از بی بی سی گرفته، آیت الله بی بی سی گرفته، صدای آمریکا گرفته، رادیو فردا گرفته، تلویزیون های لس آنجلسی گرفته، از لابلای این تله ها رد بشیم. رمز پیروزی ما در دو نقطه نهادینه شده. یکیشو زنده یاد مانوک خدابخشیان اعلام کرد، ایجاد موج ضد روسیه. دوم تحریم تمام تلویزیون های فارسی زبانه. فرقی نمی کنه هر تلویزیونی که رو دیش ماهواره داری میگیری، هر تلویزیونی که داره میره فرکانسش از طریق ماهواره ارسال بشه تحریمش کنید. امروز در داخل ایران تلویزیون های ماهواره‌ای طرفدار نداره مگر سریال های ترکی و کره‌ای و اینا رو ببینن. امروز سوشیال مدیا در داخل ایران داره صحبت میکنه. اگر به فکر کشورتون هستید از پای منبر کثیف نسل دوم آخوند در خارج از ایران بلند شید و این تلویزیون ها رو بایکوت کنید و نگاهشون نکنید. ببینید در طول این 27 سالی که ماهواره رایج شده، به غیر از برنامه های اندکی که انگوش شمار هستن، برنامه های مانند زندگیات فاضلی ها اندک شمار هستن، برنامه های مثل فرود فولادوند ها که میان مغز انسان رو به چالش میکشن و وادار میکنن به مطالعه کردن، وادار میکنن به تحقیر، وادار میکنن به اینکه بری تفحص کنی، پژوهش کنی تا روشن بشید. غیر از این تعداد انگشت شما چند درصد برنامه های این تلویزیون ها رو میبینید؟ بغیر از اینکه سرگرم بکنن، بغیر از اینکه راه تنفس بدن به جمهوری اسلامی، بغیر از اینکه در بزنگاه تاریخی که مردم ایران کف خیابون بودن اینها به داد جمهوری اسلامی رسیدن، چه چیزی دیگه ای تا حالا از نظر فرهنگسازی، اطلاعات مفید، اطلاعات براندازی دنبالش باشه، تحویل جامعه ایرانی چه در اون مرز چه برون مرز دادن؟ یاد بگیریم بینشمون رو عوض کنیم. یاد بگیریم که در تنگاتنگ مبارزه هیچ زمانی دوممون رو نذاریم دراز باشه که لای هر تله‌ای گیر کنه و ما رو نگه داره.
یاد بگیریم اگر میگیم ایران سرزمین شیرانه، یک شیر وقتی میخواد شکار بکنه برای اینکه پیروز بشه هیچ وقت دومشو بالا نمیگیره، هیچ وقت دومش آویزون نیست تکون بخوره، اولین کاری که میکنه دومشو لای پاش قایم میکنه، به دلیل که هم صید نبینتش هم جای گیر نکنه. یه دفعه یاد بگیریم اینا رو، دست و پامون رو جمع کنیم تو تله این انگل ها و بخش دو جمهوری اسلامی در خارج از ایران گیر نکنیم. سپاسگزارم، من حرف دیگه ندارم جناب قاسمی. جناب کمالپور یه توضیح دیگه بدیم در مورد دوستانی که اول برنامه رو ندیدن. یک مراسمی، اولا سایل عزیز که اونجا نوشی شدگان، شدگان رو صدگان نوشی، نه اون صدگان واژه‌ای به مناسبت یکصدمین زادروز شاهنشاه آریامه، یک واژه کاملا پارسی که جناب مهربانی هم این واژه رو پیشنهاد کردن. یک مراسمی در 26م، 27م، 28م اکتبر، یعنی 4م، 5م و 6م آبان ماه در شهر ژنو سوئیس برگزار میشه. جناب کمالپور یه توضیحاتی رو در مورد این بدید لطفا. ادمینای عزیز اگر توی صفحه هستین این بچه صیغه‌ای شهرام همایون رو از توی این برگه بندازیدش بیرون. من خندم میگیره از مطلبی که داره مینویسه، خیلی جالبه. بحث دو حواس دوستان رو پرت میکنه، اگر ادمینا هستن لطفا بندازنش بیرون. بله خدمت رو عرض کنم دوستان، چهارم آبان ما برابر با یک صدمین زادروز شاهنشاه آریامهر محمد رضا شاه پهلوی هست، برابر میشه با 26 اکتبر. به همه مناسبت چون یک صدمین زادروزش هست، ما تصمیم گرفتیم جشنی رو بگیریم در کشور سوئیس، شهر ژنو. این مراسم یک مراسم بسیار بسیار باشکوه در یک هتل 5 ستاره، یک سالن بسیار زیبا و مجلل، همراه با موزیک و موسیقی شاد، دو سبک موسیقی سنتی و پاپ با خواننده‌های مختلف، اجرای برنامه‌های مختلف، دکلمه خوانی و یادآوری خدمات شایسته شاهنشاه آریامهر از روزی که اومد روی کار، انقلاب سفید و و و و تا سال 57. مهمان‌های بسیار ارزنده‌ای در این برنامه حضور خواهند داشت که بعضی از این مهمون ها سورپرایز هستن و نمیتونیم اسمشون رو اعلام بکنیم. به غیر از سورپرایزی مسئله امنیتی اجازه به ما نمیده که اسامیشون رو اعلام بکنیم، اتفاقی که در طول این 40 سال رخ نداده، در هیچ مراسمی رخ نداده، در هیچ جایگاهی شما ندیدین این اتفاقات بیفته و برای اولین بار بعد از 40 سال داره رخ میده. و خدمتون عرضم که برنامه جشن تولد از ساعت 6:30 تا 1 شب ادامه خواهد داشت. خواننده های بسیار خوبی هستن در برنامه که برنامه اجرا خواهند کرد و قطعا از این برنامه با سرویسی که هتل داره میده بسیار لذت خواهید برد. صرف شام هست، کیک تولد هست و شام 5-6 مدل شامهای مختلف، دسر، ویلکام درینگ، 2-3 مدل شرابهای مختلف، شامپاین و چای، قهوه، آب، همه چیز موجوده در حدی که هر کی هر چقدر میخواد، دوست داره، تمایل داره و یا جاشو داره بخوره و استفاده کنه. البته نوشیدنی الکلی قطعا کنترل خواهد شد به دلایل مختلف که خود هتل این کار خواهد کرد. هتل دارای سکوریتی خودش هست که ما هزینهشو پرداخت کردیم، این کار انجام خواهند داد. و خدمت رو عرض کنم که روز دوم پکیج تور سیاحتی تفریحی داریم در شهر ژنو، اما از اینکه با اتوبوس در داخل شهر ژنو بگردن، هر کی دوستاش هر کدوم از این قسمت‌ها رو میتونه تکی انتخاب کنه بره با تیکتی که ما در اختیارش قرار میدیم. و تور کشتی کروز داریم 1.5 ساعت در
دریاچه شهر ژنو اطراف دو سه تا جزیره میچرخن نشون میدن و برمیگردن. با تیکتی که بهتون تحویل داده خواهد شد 24 ساعت زمان دارید از قسمت‌های دیدنی شهر ژنو بازدید کنید، از موزه‌ها، قسمت‌های مختلف شهر، نمایش یا تالارهایی که داره خدمت رو عرض کنم یا باغ وحش، مکان‌های دیدنی شهر ژنو کلا. میتونید 24 ساعت وقت دارید برید با همون بلیت بدون پرداخت هزینه مازاد بازدید بکنید. بعد از بازگشت همون روز ما یک همایش داریم که در خدمتتون خواهیم بود از ساعت 2 تا 8 شب و بعد از پایان همایش داریم یه برنامه ریزی میکنیم که اگر بشه این قولشو نمیدیم ولی داریم برنامه ریزیشو میکنیم که در همین شرایط، چون دوستانی که نوازنده و خواننده و هنرمندانی که هستن در خدمتشون خواهیم بود بتونیم استفاده بکنیم، شاید بتونیم یک مکان اضافی رو تهیه بکنیم، یک بزم خودمونی کوچیک دیگه یه شاید داشته باشیم، معلوم نیست این قسمتش. اما روز سوم یعنی 28 اکتبر روز دوشنبه یک تجمع خواهیم داشت در مقابل ساختمان سازمان ملل و بعد از اون هم خداحافظی خواهیم کرد. نکته های اهمیت اینه که قیمت تیکتی که باید تهیه کنید، ثبت نام کنید برای جشن 250 یورو از الان تا 25 سپتامبر خواهد بود. از 25 سپتامبر به بعد 370 یورو خواهد بود تا تاریخ 15 اکتبر و از 15 اکتبر به بعد کلن این پکیج بسته خواهد شد. مهمانی سقف نداره. خدمتون عرض کنم که تا الان چیزی که در اول برنامه بانو سالار عزیز اعلام کردن یه سی دوده 80-81 نفر ثبت نام کردن و امیدوار هستیم که این تعداد به 300-400 نفر برسه و این جشن با شکوه با حضور شما با شکوه تر برگزار بشه. توجه داشته باشین به دلیل اینکه موقع ثبت نام شما باید با این ایمیلی که در زیر تصویر میبینید ایمیل ارسال کنید و مکاتبه کنید، ما همزمان مشخصات شما رو به هتل ارسال میکنیم. مبالغ باید به حسابی که هتل اعلام کرده ما واریز کنیم طبق قراردادی که داریم و اگر عزیزان پولی رو واریز کنن ثبت نام کنن غیر قابل استرداد خواهد بود. اینو در نظر داشته باشید به دلیلی که هیچ هتلی در جهان بعد از ثبت نام برای جشن پولی رو بر نمیگردونه. هزینه خرید بلیت رفت و برگشت خودتون یا با هر وسیله‌ای که می‌خواید تشریف بیارید و برگردید به عهده خودتونه. هتلی که می‌خواید انتخاب کنید به عهده خودتونه. پرداخت هتلتون برای محل اقامت به عهده خودتونه. ما یک هتل پیشنهادی داریم که صحبت کردیم، تخفیف گرفتیم و اینو بهتون اعلام می‌کنیم. قیمتش مشخصه. اتاق دو تخته، در واقع یک تخت دو نفره هستش که 125 یورو هست. در واقع اگر دو نفر شیر بکنید حدوداً 125 یورو تقسیم بر دو نفرتون میشه 62.5 یورو و اگر سه تخته بخواید عزیزانی باشن که با بچه خواسته باشن بیان 138 یورو است و این یک قیمت بسیار مناسب در شهر ژنو، گرونترین شهر جهان هست. امیدوار هستم که در این مراسم بسیار با شکوه که خیلی زیبا خواهد بود و به یاد ماندنی شما عزیزانو ببینیم در خدمتون خواهیم بود و خارج از این که در جشن 100 زادروز شاهنشاه آریامهر شرکت میکنید، حداقل اینه که برای ما این افتخار است شما عزیزانم میتونیم از نزدیک ببینیم، با هم یک ملاقات و گفتگوی داشته باشیم. حضور برای همه ایرانیان آزاده. این جشن برای شاهنشاه، برای هیچ شخصی نیست. ما خدمتگزاریم و فقط کارمون رو انجام میدیم و این پکیجی که ما تهیه کردیم، اینم بگم بهتون، پکیجی که ما تهیه کردیم اگر هر شخصی خواسته باشه با این کیفیت تهیه کنه و خواسته باشه خودش بره، چون یک نفر هست و تیم نیستش، قطعا زیر 800-900 یورو تمام نخواهد شد و فکر میکنم که 250 یورو یک رقم بسیار بسیار اندکی خواهد بود با توجه به اینکه در جشن شاهنشاه آریامهر شرکت میکنید. امیدوار هستم که شما رو در این جشن ببینیم. خب
ادمینای عزیز مثل که نیستم توی صفحه، دو تا از این یک جنو برای ما پستیم شم، یکیش هم رده همین جوجه کلاغ، اون یکیش هم رفیقش حالا بمانه کاری ندارم. برای دوستان وقتتون رو بیش از این نمیگیریم جناب کمالپور، پس تا فرصت هست کسایی که میخوان شرکت کنن در این مراسم و این پکیج رو تهیه کنن، ایمیل آدرس زیر تصویر هست، این برنامه رو لطفا پخش کنید برای دوستانتون هم بفرستید. و حالا بعد از این برنامه احتمالاً فردا تیزر تبلیغاتیش میاد، راهای ارتباطیش هم این زیر تصویر هست، کسایی که میخواین، دوستانی که میخواین از نزدیک هم دیگه رو ببینیم، تشریف بیارین در ژنو و شب و روز خوبی رو، سه دو شب و سه روز در کنار هم هستیم. جناب کمالپور برای پایان برنامه هم لطفا دوباره تیزر برنامه رو بزنید. بله من تیزر برنامه رو پخش میکنم و در خدمتتون خواهیم بود. سپاس از اینکه در این برنامه همراه ما بودید، دو ساعت و تقریبا 40 دقیقه تا الان. سپاس از مهرتون که همیشه حمایت میکنید. پاینده ایران و ایرانی بر فراز با پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان، تا جان در تن من است، تا خون در رگ من است، تا ابد جاوید شاه کلام من است. تا درودی دیگر بدرود. سه شنبه یادتون نره یک برنامه فوق جنجالی، یک گفتگو با یک شخصی داریم که فکرشو نمیتونید بکنید اصلا، بسیار جنجالیه، در تلویزیون اسرائیل پارس تیوی. سه شنبه همراه ما باشید. البته گفتگو نیست، بیشتر مناظره است. مناظره هم نیستش، جنگ. چکو از الان زدی که جا فعلا. به دوستان تا روز سه‌شنبه تلویزیون اسرائیل پاس تیوی، دوستان تلویزیون اسرائیل پاس تیوی رو بگم حمایتش کنید. این تلویزیون مستقله، این تلویزیون واقعا براندازه، به هیچ جایی وابسته نیست، هیچ کس که حمایتش نمی کنه، هیچ مافیا هم دوست دارن که این بمونه تا جمهوری اسلامی نجات پیدا کنه. برای اینکه جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم، کسانی که برانداز واقعی جمهوری اسلامی هستن، کسانی که دوست دارن نسلی از روح الله خمینی و دار و دستش در کشور ما نمونه، تلویزیون رو حمایت کنید از هر رایی که دوست دارید، از هر رایی که فکرشو میکنید حمایت کنید. میتونید با بانو پریسا نازنین، با جناب کامران نازنین ارتباط برقرار کنید، راه ارتباطیشون همیشه بازه و بسیار بسیار انسانهای میانپرست، انسانهای باشرف، انسانهای دوست داشتنی هستند. باشون تماس بگیرید، هر راهی که دوست دارید امکانش براتون فراهمه، این تلویزیون رو حمایت کنید. سپاس از مهرتون، تا روز سه‌شنبه فعلا بدرود عزیزم. بله ببخشید کمالپور، بله یکی از دوستان سوال کرده که من سه‌شنبه هستم. بله گفتگوی من و مهران کمالپور با یک شخصی که خیلی داستان داره، حتما این برنامه رو ببینید. سپاس دارم جناب کمالپور و همه دوستان. دوستان ببینید تیزر، ببینید قبل از اینکه برید این برنامه رو شیر کنید، تیزر پایانی برنامه رو ببینید. پاینده ایران جاوید شاه، درود بر شما. میکروفونتون رو ببندید لطفا جان باز. بزرگ، شاه شاهان، شاه هخامنشی، شاه ایران زمین، از جانب من شاهنشاه ایران و از جانب ملت من بر تو درود باد. در این لحظه پرشکوه تاریخ ایران، من و همه ایرانیان، همه فرزندان این شاهنشاهی کهن که 2500 سال پیش به دست تو بنیاد نهاده شد،
در برابر آرامگاه تو سر ستایش فرود می آوریم و خاطره فراموش نشدنی تو را پاس می داریم.